115. قایق موتوری همچنان در دل شب پیش میتاخت اما کرکی هدایتش نمیکرد میدانست که قایق موتوری به راه خود ادامه میدهد با سکاندار یا بدون آن کرکی به نوک قایق رفت و نگاهی به جراحتش انداخت گلوله به ماهیچه پشت ساق پایش ثابت کرده و به استخوان ساق پایش خورده بود و چون راه خروجی نداشت هنوز در ماهی چهش جا خوش کرده بود. برای قطع خون ریزی چیزی نیافت. در قایق هیچ یک از وسایل کمک های اولیه نبود. کرکی در جعبه را گشود و در آن لوازم تعمیر روغندان و چسب نواری را دید. به پای خونین خود نگریست و از خود پرسید که آیا سرانجام از چنگ آن کوسه های آدمخار جان سالم به در خواهد برد؟ خدایا، باید تا میتونم از اینجا دور بشم. دلتاوان در ارتفاعی پایین تر بر فراز اقیانوس هلیکوپتر را هدایت کرد و قایق موتوری را تعقیب نمود. او که فهمید قایق موتوری سعی دارد با نهایت سرعت از گویا فاصله بگیرد و به ساحل پناه ببرد، درست در مسیر قایق قرار گرفت و آن را در تاریکی دنبال کرد. باید ازش سبقت بگیرم. در شرایط عادی، استفاده از رادار در تعقیب قایق فراری کفایت می کرد. اما با سلاح ویرانگر کیووا که اشعه آن تا شعاع چند کیلومتری می رسید، استفاده از رادار دیگر ارزشی نداشت. دست کم تا وقتی تمام افراد کشتی کشته نشده بودند، این سلاح نباید از کار می افتاد. آن شب هیچ کس نباید جان سالم به در می برد. هیچ کس واقعیت رو در مورد شهاب سنگ نمیفهمه هیچ کس راه های دیگری برای تعقیب قایق موتوری وجود داشت تا زمانی که قایق در آبهای گرم و اقیانوس شناور بود تعیین مکان قایق موتوری آسان بود حرارت آب آن منطقه 35 درجه بود اما گازهایی که با سرعت 250 اسب بخار از قایق متساعد میشد ده ها برابر گرمتر بود کف و ساق پای کرکی بیهست شده بود. نمیدانست باید چه کار کند. ساق پایش را با دستمال ای تمیز کرد و آن را دور پایش پیچید و با چسب نواری محکمش کرد. خونریزی بند آمد اما لباسها و دستش خونی شده بود. نشسته بر کف قایق بیان که سکان هدایت را در دست گیرد از خود می‌پرسید چرا هلیکوپتر هنوز قایق را هدف نگرفته است. سرش را بلند کرد و با دقت به افق نگریست اما چیزی ندید چراغ کشتی ناپدید شده بودند مطمئنا او آنقدر از کشتی دور نشده بود یا شاید شده بود کرکی به نجات خود امیدوار شد شاید در تاریکی گمش کرده بودند شاید به ساحل نزدیک شده بود بلا فاصله متوجه شد که قایق در مسیر مستقیم حرکت نکرده است. گیج جا خورده نگاهی به رد بر جای مانده از قایق افکند و مسیری منحنی را بر سطح آب مشاهده نمود. لحظه ای بعد کشتی را دید. کشتی در یک کیلومتری سمت چپ قایق بود. کرکی به اشتباهش پی برد. قایق بی سکاندار در مسیر امواج قدرتمند دریا قرار گرفته و گردباد او را از مسیر مستقیم خود منحرف کرده بود. من دور خودم چرخیدم. کرکی که فهمید هنوز در آبهای آکنده از کوس ماهی های چکشی شناور است، حرفهای تولاند را به خاطر آورد. این کوسه ها سیستم بویای قوی و حساسی دارند. میتونن از فاصله یک کیلومتری بوی خون رو حس کنن. به دستهای خونی و پای زخمیش نگاه کرد. هلیکوپتر بالای سرش بود. لباسهای آغشته به خونش را از تن درآورد و برهنه به نوک قایق رفت. او که میدانست هیچ کوسه ای طاقت هم پای با قایق موتوری او را نداشت، لباسهای های خونیش را در مسیر پرپیچ و خم و پرطلاطم قایق موتوری پرت کرد. یه قطر خونم کافیه. برهنه در دل تاریک شب روی قایق ایستاد. میدانست دیگر کاری از دستش بر نمی آید. تنها مادهی که بوی خون را از بین می برد، اسید اوریک بود. بسیاری از حیوانات با ادرار خود قلم روشان را مشخص می کردند. بوی اوره تندتر از خونه. کرکی پای زخمیش را بالا برد و کوشید روی آن ادرار کند. زود باش دیگه. وقتی هلیکوپتر دنبالته هیچ کاری سختتر از ادرار کردن به خودت نیست. سرانجام توانست به تمام پایش ادرار کند. با اندک ادراری که در مسانهش مانده بود، پارچه ای را خیس کرد و آن را به تمام بدنش مالید. اشعه قرمز لیزر آسمان تاریک را شکافت و به گوشه ای از قایق رسید. کیووا درست در مسیر مستقیم راه قایق را سد کرد. گویا خلبان فکرش را هم نمی کرد که قایق به طرف کشتی برگردد. کرکی شتابان جلیقه نجات را پوشید و به نوک قایق رفت. اشعه لیزر بر کف خونین قایق متوقف ماند که تنها یک متر و نیم با او فاصله داشت. حالا وقتش بود. در کشتی تولاند ندید که قایق منفجر شد و همچون فشفشی آتشین به هوا رفت. اما صدای قررش شدیدش را شنید. 116. معمولا آن وقت شب قسمت غربی کاخ سفید ساکت و آرام بود اما حضور غیرمنتظره رئیس جمهور با لباس خواب و کفش راحتی کارکنان و پرسنل کاخ را از خواب پرند یکی از کارکنان جوان کاخ که رئیس جمهور را تا دفترش همراهی میکرد گفت نمیتونم ایشونو پیدا کنم قربان خانم تنج به پیجر و تلفن همراهش جواب نمیده رئیس جمهور عصبانی بود یکی دیگر از کارکنان شتاب زده از راه رسید خانم تنج از کاخ رفتن بیرون قربان یه ساعت پیش دفتر خروج امضا کردن فکر کنم به سازمان شناسایی ملی رفته باشن یکی از تلفنچیا میگه خانم تنج امشب با آقای پیکرینگ حرف زده رئیس جمهور تعجب کرد خانم تنچ و پیکرینگ سایه هم با تیر می زدن. ویلیام پیکرینگ؟ به اون تلفن کرده؟ اون جواب تلفن رو نداده. تلفنچی سازمان شناسایی ملی نتونسته پیکرینگ رو پیدا کنه. اینطور که معلومه تلفن همراهش هم قطعه. انگار آب شده رفته تو زمین. هرنی لحظه ای به کارکنانش میخکوب ماند که یکی از معموران سازمان امنیت نفس نفس زنان پیش آمد. آقای رئیس جمهور ایشون بیدار نشدن ولی فکر میکنم خبر داشته باشن که در روزولت مموریل یه انفجار رخ داده چی؟ چه این اتفاق افتاده؟ یه ساعت پیش اف بی آی قربانی رو شناسایی کرده 117 دردش طاقت فرسا بود دلتاتری احساس کرد دارد مشاعرش را از دست می دهد دارم می میرم کوشید حرکت کند اما غیر ممکن بود پای راستش قطع شده بود به زور نفس می کشید و تصاویر نامعلومی را می دید. انفجار قایق موتوری را به خاطر آورد. عصبانیت را در چشمان تولاند که نیزه آهنین را در گلویش فشار میداد خواند مطمئنم منو میکشه درد شدید پای راستش نشان میداد او هنوز زنده است به آرامی همه چیز را به خاطر آورد تولاند با شنیدن صدای انفجار قایق موتوری ناراحت از مرگ دوستش فریادی از خشم برآورد و با چشمانی خونبار به دلتاتری خیره شده و چیزی نمانده بود گلویش را بدرد. اما دلش به رحم آمده و خود را کنترل کرده بود. سپس با خشمی جنونآمیز با پوتین بر پای بریده سرباز کوبیده بود. دلتاتری که دنیا دور سرش میچرخید به هزیان گویی افتاده بود و آخرین چیزی که به خاطر می آورد این بود که از شدت درد استفراغ کرده بود. اکنون که هوشیاریش را باز میافت، نمیدانست چه مدت بیهوش بوده است. دستانش را با گره مخصوص دریانوردان به پشت کمرش و پاهایش را از پشت به مچ دستانش بسته بودند. خواست فریاد بزند، اما گویی صدایی از گلویش در نیامد. چیزی در دهانش چپانده بودند. دلتاتری نمی توانست به آنچه بر سرش آمده بود بیاندیشد. بلافاصله فاصله باد خونکی به صورتش وزید. چراغها را دید و فهمید بر عرشه کشتی است. اطرافش را نگریست تا از کسی کمک بخواهد که از تصویر مقابل چشمانش وحشت کرد. زیر دریایی تریتون درست بالای سرش آویزان بود. فهمید که روی دریچه بزرگ زیر دریایی دراز کشیده است. سوالی به ذهنش رسید که او را سخت براشفت. اگه من تو هر شیه کشتیم پس دلتا تو کجاست؟ دلتا تو عصبانی بود. با آنکه همکارش از واکی تاکی به او گفته بود که همه چیز رو به راه است، اما صدای گلوله ای را از راه دور شنیده بود. صدای شلیک مسلسل نبود. گوی آن تیر از اسلحه تولاند یا راشل شلیک شده بود. دلتا تو درست در جایی ایستاده بود که می توانست پله هایی را که همکارش از آنها پایین رفته بود ببیند. بلا فاصله رد خون را مشاهده کرد. با مسلسل قراول رفتهش از پله ها پایین رفت و پل طویلی را که به دماغه کشتی می رسید دید. از آنجا رد خون او را به سوی پله های دیگری کشاند که به عرشه اصلی کشتی منتهی می شد. کسی آنجا نبود. دلتا با حد اکثر احتیاط رد خون را دنبال کرد. اما مجددا به دماغه کشتی و به همان پله هایی که از آنها پایین آمده بود رسید. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ رد خون همچون دایره ای بزرگ بود. دلتا تو، مسلسل در دست، با احتیاط به ورودی اتاق بزرگی نزدیک شد که گویا آزمایشگاه بود. رد خون همچنان در عرشه کشتی ادامه داشت. با چشمان دقیق آن را دنبال کرد. بلا فاصله او را دید. یا حضرت مسیح دلتاتری در بند و زخمی زیر تریتون دراز کشیده بود. از آن فاصله دید که نیم بیشتر پای همکارش قطع شده است. حد زد شاید برایش دام گستردند. مسلسل را بالا گرفت و پیش رفت. بلا فاصله دلتاتری متوجه او شد و خواست حرفی بزند. آن را طوری بسته بودند که زندگیش را نجات داده بود. چون پایش را به پشت کمرش بسته بودند، خون ریزی قطع شده بود. دلتاتو که دیگر توجهی به پشت سر و عرشه کشتی نداشت، به او نزدیک و به تریتون خیره شد. کنار دلتا تری رفت تا دستانش را باز کند، اما خیلی دیر هشدار را در چشمان او خواند. ناگاه یکی از بازوهای مکانیکی تریتون بالا آمد و ران چپ دلتا تو را محکم گرفت. دلتا تو کوشید خود را رها کند اما نتوانست. او که صدای خرد شدن استخوانهایش را شنید از سر درد نعرهی برکشید. پیرامونش را نگریست و در تاریکی تولاند را دید که زیر دریایی را هدایت می کرد. دلتا تو فهمید رو دست خورده است. از شدت عصبانیت گویی نیرویش چندین برابر شد. درد را فراموش کرد. مسلسل را به سمت سینه تولاند که در بیست متریش بود نشانه گرفت و تا آخرین گلوله ماشه را چکاند. اما تریتون همچون سپری بر سر راهش قرار داشت. نفس زنان مسلسل را انداخت و با عصبانیت به تریتون خیره شد. او که تقلا کرد خود را رها کند زد مردی لعنتی؟ بازوی آهنین پوست پایش را سخت بریده بود. واکیتاکی را برداشت، اما پیش از آن که آن را مقابل دهانش ببرد، بازوی مکانیکی دوم بلند شد. جلو آمد و دست راستش را محکم چسبید. واکیتاکی از دستش افتاد. بلافاصله فاصله دلتاتو تصویری وهمالود را در پس شیشه مقابلش دید. چهره رنگ پریده که از آن سوی شیشه سالم تریتون به او می نگریست. گلوله ها از شیشه نگذشته بودند. لحظه ای بعد در بالای زیر دریایی باز شد. تولاند لرزان اما سالم از آن پایین پرید. این شیشه بیشتر از هفت میلیون کیلوگرم بر متر مربع فشار رو تحمل می فقط توپ می تونه اونو بتره کنه. در آزمایشگاه راشل میدانست فرصتشان کم است. صدای شلیک گلوله ها را شنید و آرزو کرد تولان سالم باشد. دیگر برایش اهمیتی نداشت که چه کسی پشت پرده این ماجره ها قرار داشت. رئیس ناسا، مارجری تنج یا خود رئیس جمهور. مسئول این ماجرا هر کی هست به هر حال نمیخواست ما حقیقت رو بدونیم. دیگر از دستش خون نمی آمد. آدرنالین را که تزریق کرد، دردش تسکین یافت. کاغذ و قلمی یافت و پیامی دو خطی و سریح نوشت. یادداشت دو خطی را به کاغذهایی که در دست داشت، تصویر چاپی رادار جی پی آر، تصاویر بتینوموس، عکسها و مقالات دکتر بلوک در مورد رگه های فلزی منگنه کرد. شهاب سنگ تقلبی بود و آنها مدارک اثبات این مدعا. تمام مدارک را وارد دستگاه فکس آزمایشگاه کرد. شماره های کمی را از بر بود، اما میدانست باید آنان را برای چه کسی بفرستد. نفسی بیرون داد و شماره گرفت. دکمه ارسال را فشرد و در دل آرزو کرد که فرد مناسبی را انتخاب کرده باشد. صدای بوقی از دستگاه بلند شد. دستگاه کار می کرد. انتظارش را نداشت. تمام دستگاه های فرستنده ی کشتی از کار افتاده بودند. به این امید که دستگاه به کار بیفتد، مدتی صبر کرد. سود باش دیگه. پس از ده ثانیه دستگاه پیغام دیگری داد. شماره جدید را وارد کنید. سپس دید که دائم یک پیام را تکرار می کند. تماس برقرار نشد. شماره جدید را وارد کنید. تماس برقرار نشد. شماره جدید را وارد کنید. راشل دستگاه را به حال خود رها کرد. به محض خروج از آزمایشگاه صدای بالهای هلیکوپتر را از بالای سرش شنید. 118 در دویست و پنجاه کیلومتری کشتی گابریل حیرت زده در مقابل رایانه سناتور سکستون نشسته بود تردیدی فزاینده وجودش را آکند آنچه می دید در تصورش نمی گنجید بر صفحه نمایشگر رایانه اسناد واریز پولهای غیرقانونی به حساب بانکی سناتور از سوی شرکت های خصوصی فضایی پی در پی نقش بست. کمترین مقدار آنها پانزده هزار دلار و برخی دیگر از پانصد هزار دلار نیز تجاوز می کرد. به او گفته بود همه آن هدایای نقدی زیر مقدار قانونی دو هزار دلار هستند. سناتور همواره به او دروغ گفته بود. گابریل بار سنگین خیانت و دروغ را بر سینهش احساس کرد. دروغ قلیان احساسات را در وجود خود یافت. آشفته، شکه و عصبانی بود. تنها در اتاق تاریک نشسته بود و نمیدانست چه باید بکند. 119 دلتاوان که بر فراز کشتی پرواز می کرد تصویر غیر منتظری را در برابر دیدگانش دید تولاند در کنار بازوان آهنین زیردریایی ایستاده بود دلتا تو همچون حشره قول پیکر به دام افتادهی در میان چنگال های آهنین زیردریایی دست و پا می زد. چه اتفاقی افتاده؟ راشل که بر عرشه کشتی ظاهر شد و کنار مرد دست و بسته و خونین پایین پای زیر دریایی استاد، وحشت دلتاوان دوچندان شد. او کسی جز دلتاتری نمی توانست باشد. زن، یکی از مسلسلها را به طرف مرد قراول رفته و سپس سرش را رو به کیووا بالا برد. لحظه دلتاوان احساس کرد دوچار توهم شده است. آنچه میدی توجیح پذیر نبود. این گروه به ندرت اشتباه می کرد، اما اگر مرتکب اشتباه می شد، دلیلش کاملا موجه بود. اما اتفاقات آن شب نابخشودنی و غیرقابل تصور بود. اکنون، نگاه تحقیرآمیز فردی دیگر که در هلیکوپتر بود، بر وخامت اوزاد دامن زد. او کسی نبود جز رئیس گروه. پس از انفجار روزولت مموریل رئیس به دلتاوان دستور داده بود که مستقیم به طرف پارک عمومی و خلوت نزدیک کاخ سفید برود. دلتاوان به دستور مافوق خود به طرف پارک کوچک جنگلی رفت. رئیس که در تاریکی منتظرشان بود سوار کیووا شد. لحظاتی بعد کیووا بار دیگر به پرواز درآمد. با آنکه به ندرت پیش می آمد رئیس در عملیات ها شرکت کند اما دلتاوان حق اعتراض نداشت. رئیس که نگران ناکامی عملیات در مایل و ایجاد مشکلات وخیم تر از آن بود به او گفته بود که مایل است شخصا در عملیات شرکت کند. اکنون در هلیکوپتر بوی شکستی دیگر به مشام می رسید. وقتش عملیات رو زودتر تموم کنی. زود باش. رئیس هم که ناظر بر اتفاقات روی عرشه ی کشتی بود، سخت عصبانی شده بود. هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفته بود. دلتاوان گیج و عصبی گفت قربان علتشو نمیفهمم. رئیس با خود گفت منم نمیفهمم. آنها حریف را دست کم گرفته بودند. به راشل سکستون نگریست که خیره به هلیکوپتر واکیتاکی را مقابل دهانش گرفت. صدای واضح او در هدفون پیچید. او انتظار داشت راشل از آنها بخواهد سلاح مرگبار و مخربشان را کنار بگذارند تا تولاند نیز گروگانها را آزاد کند. اما حرفهای راشل خون را در رکهایشان منجمد ساخت. دیگه خیلی دیر شده. ما تنها کسایی نیستیم که حقیقت رو میدونیم. حرفهای راشل لحظاتی در فضای کیووا پیچید. موفقیت نهایی عملیات به نابودی تمام افرادی بستگی داشت که حقیقت را می دانستند. با آنکه باور حرفهای راشل دشوار بود او را به فکر واداشت. کس دیگه هم می دونه? راشل مصمم بود که اطلاعات را به دست فرد دیگری برساند. بار دیگر صدای راشل از واکیتاکی به گوش رسید. عقب نشینی کنین تا سربازاتون زنده بمونن. نزدیکتر بیاین تا اونا سوار هلیکوپتر بشن. به هر حال حقیقت همیشه پنهان نمیمونه. بهتر دست از این خون ریزی های بیفایده بردارین و از اینجا برین. شما دارین بلوف میزنین. غیر ممکن اطلاعاتو به کس دیگه ای داده باشین. من نتونستم با ویلیام پیکرینگ تماس بگیرم. برای همین احتیاط کردم. رئیس چینی براب رو انداخت. حرفای راشل قابل قبول بود. راشل به تولاند نگاه کرد و گفت فکر کنم غافلگیر شدن. سرباز گرفتار در میان بازوان آهنین زیر دریایی زهرخندی زد و گفت این مسلسل خالیه. کیاوا شما رو میفرسته جهنم شماها میمیرین. راشل باید تاکتیک دیگری را برمیگزید. به مرد دربند و پا بریده در کنار زیر دریایی نگاه کرد. گویی از شدت خونریزی هزیان میگفت. کنارش چنبات زد و خیره در چشمان سرد و یخ زدهش گفت میخوام کاری کنی که هلیکوپتر از اینجا بره فهمیدی؟ مرد با تکان سر پاسخ مثبت داد راشل نقاب سرباز را برداشت و سرباز آب دهان خونیش را به صورت او پاشید راشل صرف کنان فریاد زد خوک کسیف دلم میخواد مردن تو ببینم اونا عین خوک گردن تو میبرن من از هر لحظش لذت میبرم راشل صورتش را تمیز کرد تولاند او را بلند کرد و هر دو از آنجا دور شدند تولاند مسلسل را به او داد و از لرزش خفیف دستش فهمید که آشفته و مضطرب است تولاند به طرف صفحه کنترل رفت و اهرم را در دست گرفت و در چشمان مردی که کف عرشه دراز کشیده بود نگاه کرد. تو دوبار بر خلاف چیزی که ازت خواسته بودیم رفتار کردی. تو کشتی من این حد اکثر فرصتی بود که میتونستم بهت بدم. سپس با عصبانیت اهرم را کشید. دریچه بزرگ پایین زیر دریایی باز شد و سرباز دست بسته فریادی از سر ترس برآورد و پایین افتاد. سطح آب از خون قرمز شد. کوسه ها در چشم بر هم زدنی سراغش رفتند. رئیس خشمگین از داخل هلیکوپتر به بقایای جسد دلتا تری بر امواج دریا نگاه کرد. آب روشن در زیر نورافکنها کاملا خونین بود. هنوز کوسه ها چیزی را تکه تکه می کردند که شبیه دست انسان بود. دلتا تو همچنان در میان چنگال های آهنین زیر دریایی گرفتار بود. اما اکنون دستان آهنین او را بالای دریچه بزرگ کشتی معلق نگه داشت. سربازان بالا تلو تلو می خورد. حرکتی کوچک کافی بود تا دلتا تو قربانی دوم باشد. رئیس در گوشی فریاد زد. خیلی خوب. دست نگه دارین. هنوزم فکر میکنین ما داریم بلوف میزنیم؟ حتی از کابین هلیکوپتر نیز رئیس قاطعیت را در چشمان راشل دید با تلفن چیر سازمان شناسایی ملی تماس بگیرین از اون بخواین جیم سامیل جانو پیدا کنه اون تو قسمت تحلیل و بررسی اخبار کار میکنه امشبم شب کاره من همه چیز راجع به شعب بهش گفتم خودش بهتون میگه اسم کامل اون آدم گفت. راشل سکستون احمق نبود. به هر حال تا چند دقیقه دیگر حقیقت معلوم می شد. رئیس در سازمان شناسایی ملی کسی را با نام جیم سامیل جان نمی شناخت. به هر حال سازمان بزرگ بود و کارکنانش فراوان. پیش از آنکه دستور قتلشان را صادر کند باید به صحت و سقم حرفهای راشل پی می برد. دلتاوان پرسید شما میخواین چتر الکترونیکی رو ببندین تا برای تایید حرفای اون تلفن کنین؟ رئیس به تولاند و راشل که در عرشه کشتی ایستاده بودند نگاه کرد. خطر این کار کم بود. اگر یکی از آن دو سعی میکرد از تلفن همراه یا رادیو استفاده کند، خلبان می توانست بار دیگر دستگاه ها را از کار بیاندازد و ارتباط را قطع کند. تلفن را از کتش بیرون آورد و به دلتاوان گفت: چتر الکترونیکی رو ببند. اول باید به هم ثابت بشه راشل سکستون داره دروغ میگه یا نه. بعد سعی میکنیم یه جوری دلتا تو رو نجات بدیم و بعدم عملیات رو تموم میکنیم. در فیرفاکس چیزی نمانده بود که تلفنچی سازمان شناسایی ملی حوصلهاش را از کف بدهد. بهتون گفتم که ما تو بخش تحلیل و طبق بندی اطلاعات کسی رو به اسم جیم سامیل جان نداریم. شاید اسمش رو جور دیگه می نویسن یا شاید اصلا بخش دیگه کار میکنه. تلفنچی بار دیگر فهرست اسامی را جستجو کرد اما بی نتیجه بود. گفتم که ما اینجا کسی رو به این اسم نداریم. من من به اشکال مختلف این اسم وارد کردم. پس شما مطمئنین کسی در سازمان شناسایی ملی به این اسم کار نمیکنه. ناگهان تلفنچی فریادی زد و ناسزاگویان تلفن را گذاشت. در کیووا دلتاوان فریادی از سر خشم برکشید و دستگاه های ارتباطی را بار دیگر از کار انداخت. او خیلی دیر متوجه همه چیز شد. بلا فاصله در صفحه کنترلی که مقابلش بود نور کوچکی را دید. مفهومش این بود که از کشتی پیغامی از طریق خطوط ماهوارهی فرستاده شده است. چطور ممکنه؟ اونا که از عرشه کشتی تکون نخوردن؟ پیش از آن که دلتاوان دستگاه های ارتباطی کشتی را از کار بیاندازد، پیغام فرستاده شد. از آزمایشگاه کشتی، صدای بوغ دستگاه فکس برخواست. پیغام در حال ارسال است. فکس فرستاده شد. 120 او کش یا کشته شو راشل به بخشی از وجود خود پی برد که هرگز قبلا تجربهش نکرده بود اکنون با نیروی برتری که از ترسش نشأت میگرفت مواجه بود صدا از آن سوی واکیتاکی پرسید تو اون فکس چه پیغامی بود؟ راشل که دریافته بود فکس به مقصد مورد نظر ارسال شده آرام شد. با نگاهی تنفرآمیز به هلیکوپتر بالای سرش گفت از اینجا برین. همه چی تموم شد. دیگه رازی وجود نداره. رئیس پس از مکسی طولانی گفت فکس و برای کی فرستادی؟ راشل قصد نداشت جواب دهد. او و تولاند به گونه ای کنار دریچه بزرگ کشتی ایستاده بودند که اگر هلیکوپتر شلیک می کرد، تیرها به دلتا تو می خورد. فکسو برای ویلیام پیکرینگ فرستادی؟ راشل با خود گفت، نه اشتباه می کنی. پیکرینگ نخستین کسی بود که به فکر راشل رسید. اما از ترس که رئیس سازمان شناسایی ملی را کشته باشند، مجبور شد فکس را برای کس دیگری بفرستد. راشل با تصمیمی عجولانه فکس را به تنها شماره فکسی که به خاطر داشت فرستاد. شماره فکس دفتر پدرش. از نظر راشل او تنها فرد ایدئال بود. او انگیزه کافی برای افشای اطلاعات و قدرت و نفوذ لازم برای زیر فشار قرار دادن کاخ سفید و معرفی آن گروه جنایتکار را داشت. راشل تقریبا مطمئن بود که در آن وقت شب کسی در دفتر پدرش نیست. در واقع راشل مدارک را به صندوقی فرستاده بود که مطمئنا تا صبح باز نمیشد. کسی که اون فکس دریافت میکنه جونش در خطره. راشل باید بر ترسش غلبه میکرد. او به سرباز سرتاپا خونین و گرفتار در بازوان آهنین اشاره کرد و گفت تنها کسی که در خطر سرباز شماست. بازی دیگه تموم شده. اون اطلاعات فکس شدن شما بازی رو باختین از اینجا برین و الا این مرد میمیره خانم سکستون انگار متوجه و خامت نیستین من متوجه چی نیستم این که آدمای بیگناهی رو کشتین این که این شهاب سنگ تقلبی و شما دروغ گفتین یا این که میخواستین همه ما رو بکشین مکس رئیس به درازا کشید من میام پایین عضلات راشل منقبض شد من اسلحه‌ای ندارم. من و شما باید رو در رو حرف بزنیم. پیش از آن که راشل واکنشی نشان دهد، هلیکوپتر بر عرشه کشتی آرام گرفت. مردی با قامتی متوسط، کت و کراوات سیاه از هلیکوپتر پایین آمد. راشل لحظه‌ای منفعل ماند. او ویلیام پیکرینگ بود. رئیس سازمان شناسایی ملی هرگز فکر نکرده بود که زمان رویارویی با او به این زودی فرا برسد. او با افسوس به راشل نگریست و در چشمانش جنگ و ستیز با احساساتش را خواند. او گیج، عصبی و خشمگین بود و حالا میدانست به او خیانت شده است. پیکرینگ با خود اندیشید واکنشش قابل درکه. هنوز خیلی چیزا هست که اون نمیدونه. لحظه ای گویی دخترش دیانا را در برابر خود یافت. راشل و دیانا وارد نبرد می شده بودند که خود او تر راهش بود. راشل، ما بازم میتونیم با هم کار کنیم. فقط از من نخوا چیزی را برا توضیح بدم. راشل احساس تعو داشت. تولاند مسلسل را به طرف سینه پیکرینگ قراول رفت. براقب گویا او نیز تعادلش را از دست داده بود پیکرینگ در پنج متری راشل به او خیره شده بود راشل پدرت آدم فاسدیه اون از شرکت های خصوصی فضانوردی پولای غیرقانونی میگیره اون میخواد ناسا رو نابود کنه و اکتشافات فضایی رو در اختیار بخش خصوصی بذاره باید کسی متوقفش میکرد پای تأمین امنیت ملی در بین بود ناسا با تمام مشکلاتی که داره باید یه سازمان دولتی باقی بمونه. مطمئناً راشل نیز با او موافق بود. خصوصی سازی ناسا باعث فرار مقصا به طرف بخش خصوصی میشه. ارتش دیگه نمیتونه بر فضا تسلط داشته باشه. شما این بازی خطرناک رو شروع کردین و آدمای بیگناهی رو کشتین به نام امنیت ملی؟ کشتن آدما جزو برنامه نبود نباید این اتفاق می افتاد. هدف ما حمایت از ناسا و کشور بود. سه سال پیش برای افزایش کارایی دستگاه های ردیاب زیر ها در اماق دریا، پیکرینگ پروژه‌ای را در دست گرفت که هدفش ساخت زیر های مستحکمی بود که می توانست تا عمیقترین مناطق اقیانوسی مانند گودال های جزیره ماریان سفر کند. ترهان زیردریایی دو نفره از رایانه مهندسی کالیفرنیایی با نام گراهام هاکس دزدیده شد. رویای هاکس برای ساخت زیردریایی به دلیل کمبود امکانات و سرمایه هیچگاه به حقیقت نپیوست. اما پیکرینگ سرمایه نامحدود برای ساخت آن در اختیار داشت. پیکرینگ با استفاده از آن زیردریایی محرمانه گروهی از مهندسین را به خلیج ماریان فرستاد تا در آنجا به دور از چشم تمام دشمنان قدرشان ردیاب های جدید صدا را کار بگذارند. هنگام نصب دستگاه ها مهندسین با اطلاعات زمینشناسی جدیدی برخورد کردند. آنها فسیل های با گونه ناشناخته و رگه های فلزی یافتند. به خواست سازمان شناسایی ملی این عملیات مخفی ماند. تا آنکه این اواخر پیکرینگ و گروهی از دانشمندان برای کمک به ناسا تصمیم گرفتند از این کشف زمین شناسی شگفتانگیز در مایل استفاده کنند. تبدیل یکی از تخت سنگ های مایل به شهاب سنگ کار آسانی بود. با استفاده از موتور هیدروژنی ECE، ای گروه زمین شناسی ملی سنگ را آنقدر گرم کردند که سطح خارجی آن زوب و کربنی شد. سپس با زیر دریایی کوچک زیر یخهای مایل را سوراخ کردند و از طریق تونل سنگ قول پیکر سوخته را از پایین وارد یخها نمودند. سنگی که یخ زد اینطور به نظر رسید که 300 سال است آنجاست. اما متاسفانه این عملیات محرمانه مانند بسیاری از عملیات‌های سری با قفلتی پیشبینی نشده ناکام ماند. تعدادی موجود ریز شبتاب وارد چاه استخراج شدند و باقی ماجرا. در کابین کیووا دلتاوان شاهد نمایشی کمدی در برابر چشمانش بود. به نظر می رسید راشل و تولاند سوار بر اوزا باشند. اما مسلسلی که در دستان تولاند بود بی خطر بود. حتی دلتاوان نیز از آن فاصله می توانست ببیند آن سلاح خالی است. دلتاوان که همکارش را همچنان در میان دستان آهنین گرفتار دید، دریافت که نباید وقت تلف کند. اکنون که تمام توجه افراد روی عرشه به پیکرینگ معطوف بود، نوبت او بود که دست به کار شود. هلیکوپتر از قسمت عقب کشتی خارج شد و از پلی گذشت که در میدان دید سایری نبود. مسلسلی را در دست گرفت و به سمت دماغه کشتی رفت. پیکرینگ دقیقاً برای او توضیح داده بود چه باید بکند و او نباید خطا می‌کرد تا چند دقیقه دیگه همه چی تموم میشه 121 زاکرنی لباس خواب برتن پشت میز دفتر کارش نشسته بود سرش سخت درد میکرد و چشمانش با آخرین ردیف موزایک های کف اتاق خیره بود مارجری تنج مرده بر اساس اطلاعات معموران سازمان امنیت مارجری تنج سوار بر اتومبیلش به وعدگاه خود با ویلیام پیکرینگ در نزدیکی روزولت مموریل رفته بود. چون پیکرینگ ناپدید شده بود، بیم آن می رفت که مارجری نیز کشته شده باشد. رئیس جمهور و پیکرینگ این اواخر چندین بار یکدیگر را ملاقات کرده بودند. چند ماه پیش پیکرینگ از اعمال غیرقانونی باخبر شده بود و کوشیده بود به کمک کابینه هرنی بیاید و از افول آن جلوگیری کند. او با کمک امکانات سازمان شناسایی ملی مدارکی علیه سکستون گردآورده بود که می توانست مانع بزرگی در راه انتصاب او به ریاست جمهوری باشد. مانند گرفتن آن عکس ها و مدارکی که رشوهگیری های غیر قانونی سکستون از سازمان های خصوصی فضانوردی را تایید می کرد. پیکرینگ مدارک به دست آمده را برای مارجری تنج فرستاد و اطمینان داشت کاخ سفید نهایت استفاده از آنها را خواهد برد. به زعم او استفاده از آن عکس ها و مدارک مبتنی بر فساد اقتصادی به ضرر واشنگتن بود و انتشارشان تنها بیاعتمادی مردم به دستگاه دولت را افزایش میداد. فساد اقتصادی و اخلاقی کشور را به نابودی می کشند. کاخ سفید که از انتشار این مدارک امتنا نمود، پیکرین کوشید آتش شایعی ارتباط ناشایست سیکستون و مشاورش را در جامعه شعله ورسازد. اما سناتور در کنفرانسی خود را بیگناه خواند و رئیس جمهور را مسبب تمام این توطعه چینی ها اعلام کرد. به این ترتیب پیکرینگ برای کاخ سفید تنها دردسرساز شده بود. هرنیو را تهدید کرده بود که اگر بار دیگر در مسائل مربوط به کابینه انتخاباتی اشتخالت کند محاکمه خواهد شد. اما پیکرینگ به تهدید هرنی توجهی نکرده بود. ترس او بیشتر از سرنوشت ناسا بود. کسی میتونه پیکرینگو بکشه؟ مسلما هرنی نمیتوانست. یکی از کارکنان کاخ سفید او را صدا زد و گفت آقای رئیس جمهور همونطور که خواسته بودین من با لارنس اکستروم حرف زدم بهش گفتم که مارجری تنج مفقود شده. ممنون. آقای اکستروم میخوان با اتون صحبت کنن. او هنوز از دروغهای لارنس در مورد پی و دیس عصبانی بود. بهش بگین فرد و صبح باش تماس میگیرم. ولی آقای اکستروم میخواد فورا با اتون حرف بزنه. معاون آزرده به نظر میرسید. گویا خیلی عصبانی هن. اون عصبانیه؟ هرنی که با گامهای بلند به تلفن نزدیک میشد، از خود پرسید آن شب چه اتفاق دیگری ممکن بود بیفتد؟ 122 بر عرشه گویا سر راشل به دوران افتاد مه قلیز اقفال و فریبی که اش کرده بود اکنون ناپدید میشد و آتش حقیقت که در برابر چشمانش زبانه میکشید کشید وجودش را از تنفر و شرم ساریا آکنده بود به بیگانه ای که در برابرش بود نگریست بیان که حرفهایش را بشنود ما باید شهرت و آبروی ناسا رو بهش برگردونیم. محبوبیت ناسا کم شده، کاهش هشدار دهنده بودجه ناسا آینده اونو به خطر انداخته. پیکرینگ درنگی کرد و با چشمان خاکستریش به راشل خیره شد. ناسا فقط به یه موفقیت قریب احتیاج داشت. پیکرینگ با خود اندیشید مگه ما چاره دیگه هم داشتیم؟ عملیات شهاب سنگ ناامیدشان کرده بود. او و سایرین تلاش کردند ناسا را تحت پوشش سازمان اطلاعات درآورند تا از امکانات و بودجه سخاوتمندانهی بهره گردد. اما کاخ سفید به دلایل ایدئالیستی بارها این پیشنهاد را همچون توهینی به علم فضانوردی خوانده بود. با شعلور شدن آتش انتقاد و اعتراض سکستون از ناسا، پیکرینگ و متحدین قدرتمندش در نیروی ارتش دریافتند که تا شکست و ناکامی راهی نمانده است. برای نجات ناسا از تهدیدات باید روحیه ماجراجویانه مردم امریکا و کنگره را بیدار می کردند. باید مردم را به فکر وامی داشتند تا افتخارات معمولیت های آپولو را یاد آورند. زاکرنی برای شکست سناتور سیکستون به کمک همه احتیاج داشت. پیکرینگ به اطلاعاتی که به مارجریت تنج داده بود و رئیس جمهور مانع انتشار و اعلامشان شده بود اندیشید. من خواستم کمکش کنم. او چاره ای نداشت جز آنکه به زور متوسل شود. راشل اطلاعاتی که تو با فکس فرستادی خیلی خطرناکن. اگه این اطلاعات پخش بشن کاخ سفید و ناسا نابود میشن و لطمه که بهشون وارد میشه جبران ناپذیره. رئیس جمهور و اکستروم هیچ چی نمیدونن اونا بیگناهن اونا فکر میکنن این شهاب واقعیه اکستروم و هرنی ایدئالیست بودند و هرگز راضی نمیشدند برای نجات مسند ریاست جمهوری و نجات ناسا مردم را فریب دهند تنها گناه اکستروم این بود که رئیس پروژه پی دی اس را مجبور به گفتن آن دروغها کرده بود مارجری تنج که از حق معاونت رئیس جمهوری که میخواست کابینه انتخاباتیش بر پایه راستی و درستی بنا شود محروم مانده بود، با اکستروم همکاری کرد، به این امید که موفقیت پی به هرنی کمک کند تا مانع پیروزی سکستون شود. اگر تنج از اون اکسه و مدارک فساد مالی سکستون استفاده کرده بود، هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتد. سرنوشت مشاور رئیس جمهور قبل از موعد مقرر رقم خورده بود. تصمیم قتل مهنتبار مارجری تنج زمانی گرفته شد که راشل سکستون با او تماس گرفت و دلایلی دال بر تقلبی بودن شهاب سنگ را داد. پیکرینگ میدانست هیچ چیز نمیتواند مانع تحقیقات تنج در مورد گفته های راشل شود. نباید مهلتش میداد. اکنون مارجری مرده بیشتر به کار رئیس جمهور می آمد. فرجام غمانگیز او احساسات کاخ سفید را برمیانگیخت و شک و تردیدها متوجه سکستون میشد که تنج در برنامه تلویزیونی سی آشکارا تحقیرش کرده بود. راشل بی حرکت ایستاد و با بیزاری به رئیسش خیره شد. سعی کن بفهمی، اگه همه حقیقت رو در مورد شهاب سنگ بفهمن تو مسئول نابودی رئیس جمهور بیگناه و ناسا هستی از این گذشته باعث میشی یه مرد فاسد و خطرناک رئیس جمهور بشه پس به هم بگو این فکس برای کی فرستادی. او که حرف میزد چهره راشل را لفافه از تنفر و بیزاری از کسی که از عواقب بزرگترین اشتباه زندگیش میترسید پوشاند. دلتاوان دماغه کشتی را دور زد و به عقب کشتی بازگشت و سمت چپ آن پهلو گرفت. از هلیکوپتر پایین آمد. او درست مقابل آزمایشگاهی بود که راشل از آن خارج شده بود. بر صفحه نمایشگر رایانه تصویر نگران کننده ای را دید. تصویر رنگارنگ گردبادی خشمگین در آبهای زیر کشتی. به طرف هدف رفت. دستگاه فکس روی میزی در آن سوی دیوار بود. طبق گفته پیکرینگ تعدادی کاغذ کنار دستگاه فکس بود. بر روی اولین کاغذ یادداشت دو خطی راشل را دید. آن را خواند. مدارک را ورق زد و مبهوت ماند. تولاند و راشل همه چیز را فهمیده بودند. کسی که آن مدارک به دستش رسیده بود، بی هیچ تردیدی ادعای آنان را میپذیرفت. خوشبختانه نیازی نبود که دلتاوان دکمه تکرار شماره تلفن را بزند. آخرین شماره تماس هنوز بر دستگاه فکس بود. شماره به واشنگتن دی سی تعلق داشت. با دقت شماره را یادداشت کرد، کاغذها را بغل گرفت و از آزمایشگاه خارج شد. دستان تولاند عرق کرده و مسلسل را به طرف سینه پیکرینگ نشانه گرفته بود. رئیس سازمان شناسایی که همچنان اصرار داشت راشل نام گیرنده ی فکس را به زبان آورد، تولاند دریافت که او سعی دارد به نوعی وقت تلف کند. احساس بدی به او دست داد. کاخ سفید و ناسا بیگناهن. با من همکاری کن. بگو فکس را برای کی فرستادی؟ که بعدش منم بکشی؟ ازت متنفرم. تولاند از قاطعیت راشل حیرت کرد. میدانست ارزشی برای پدرش قائل نیست اما قصد نداشت او را به خطر بیاندازد حتی اگر سناتور اکنون به دفتر کارش میرفت و فکس را میخواند و با رئیس جمهور تماس میگرفت و بازخواستش میکرد هیچ کس در کاخ سفید متوجه گفته های او نمیشد و نمیفهمید راشل و سایرین کجا هستند بزار یه بار دیگه تکرار کنم راشل به خاطر فکسی که تو فرستادی شرایط پیچیده شده تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی امنیت کشور را به خطر انداختی تولاند دیگر مطمئن شده بود که ویلیام پیکرینگ قصد اطلاف وقت دارد دلتاوان از جانب چپ کشتی به آرامی به آنها نزدیک شد تولاند با دیدن سرباز کاغذ و مسلسل به دست وحشت کرد سرباز لحظه‌ای متعجب ایستاد تولاند برگشت و مسلسل را به طرف او نشانه رفت و ماشه را چکاند اسلح خالی بود. سرباز کاغذی را به پیکرینگ داد و گفت شماره تلفن رو پیدا کردم. اسلحه آقای تولاندم خالیه. 123 سناتور سیکستون با عجله راه روی ساختمان سن فیلیپ هارت را پیمود. مطمئن بود گابریل وارد دفترش شده اما نمیدانست چطور. با او که تلفنی حرف میزد به وضوح صدای تیک تاک بم ساعت گران قیمتش را شنیده بود. سناتور خوشحال بود که رمز رایانه را تغییر داده است. به مقابل در دفتر کارش رسید و رمز را وارد کرد تا آژیر خطر را از کار بیاندازد. سپس با کلیدی در بزرگ دفترش را باز کرد. در را ناگهانی باز کرد تا گابریل را هنگام دزدیدن اطلاعات قافل گیر کند. اما اتاق خالی و تاریک بود. چراغها را روشن کرد و همه جا را کاوید. گویا همه چیز سر جایش بود. سکوت بود و تنها صدای تیک تاک ساعتش را شنید. از حمام صدایی آمد. شتابان به آنجا رفت. چراغ را روشن کرد. حمام خالی بود. پشت در را نگاه کرد. کسی نبود. در آینه به خود نگریست. مطمئنم یه صدایی شنیدم. گیج و سردرگم به دفترش بازگشت. وارد راهرو شد و به دفتر گابریل رفت. گابریل؟ کسی آنجا نبود. اتاق تاریک بود. صدای افتادن چیزی را از دستشویی بانوان شنید. شتاب زده به طرف دستشویی رفت. به آستانه در که رسید، با گابریل که با دستمال کاغذی دستش را خشک می کرد برخورد کرد. خدای من، من ترسوندین این وقت شب اینجا چیکار کار می سناتور که دستان خالی او را دید گفت قرار بود بیای دفتر من و پرونده های ناسا را برام بیاری. پرونده ها کجان؟ اونا رو پیدا نکردم همه جا رو گشتم برای همینم کارم طول کشید سناتور خیره در چشمان او گفت تو توی دفتر من نبودی؟ گابریل با خود اندیشید کشون فکس خونده بودم دقایقی پیش که پشت میز سناتور نشسته بود خواست از حواله های بانکی پرینت بگیرد اما فایل ها محافظت شده بود هنوز آنجا بود که صدای بوق فکس را شنید. به تصور اینکه که ای برای سناتور فرستادند، کاغذ را از دستگاه خارج کرد و بیان که آن را بخواند، رایانه را خاموش کرد و همه چیز را سر جایش گذاشت تا زودتر از آنجا برود. از حمام سناتور داشت خارج میشد که صدای ورودش را شنید. اکنون سناتور در برابرش ایستاده بود و سعی داشت از چشمان او بخواند که دروغ میگوید یا نه. سناتور شامه تیزی در تشخیص دروغ داشت. اون از کجا فهمیده که من تو دفترش بودم؟ تو وارد دفتر من شدی؟ گابریل وحشت کرده بود. حرکات و لحن سکستون وحشیانه بود. گابریل به سختی توانست لبخند متعجبی بر لب آورد. من؟ من دارم تو دفتر شما آخه چطوری؟ برای چی؟ وقتی تلفنی با هم حرف می زدیم، صدای پاندل ساعتمو شنیدم. صدای پاندول ساعت؟ متوجه هستین چی دارین میگین؟ ببین من تمام روز توی دفترم تنهام صدای تیک تیک ساعتم هم خوب میشناسم. گابریل دریافت که باید شیوه برخوردش را تغییر دهد یولاندا همیشه به او میگفت بهترین دفاع حمله است دستانش را به کمر زد و رو در روی سناتور با قاطعیت گفت بهتر با هم سریح حرف بزنیم ساعت چهار صبح مثل اینکه شما خیلی خوابتون میاد. صدای تیک تیک ساعتتون از پشت تلفن شنیدین پا شدین اومدین اینجا؟ منو متهم میکنین که آژیر خطر دفترتون از کار انداختم با کلید در باز کردم رفتم تو دفترتون عین احمقا در حال ارتکاب جرم تلفن هم, هم, جواب دادم؟ بعدم دوباره سیستم امنیتی دفتر رو را انداختم قبل از اینکه مچم بگیرین رفتم دستشویی منظورتون همینه؟ سناتور پلکهایش را به هم زد و سپس به او براخ شد بالاخره میخواین راجب به ناسا حرف بزنیم یا نه؟ سناتور که احساس حماقت کرد به دفترش بازگشت. میشه اشتباه کرده باشم؟ لیوانی نوشیدنی به گابریل تعارف کرد و گفت تشنت نیست؟ گابریل بر آستانه ی در دفتر او ایستاد. بیا تو. باید در مورد ناسا با هم حرف بزنیم. حالا دیر وقته. باشه فردا صحبت کنیم. سناتور نمیخواست وقت تلف کند. او به آن اطلاعات نیاز داشت. آن هم نیازی فوری. خیلی خوب درسته من اشتباه کردم. ولی قبول کن روز بدی داشتم. نمیدونم چرا یه دفعه اینطوری شد. پشت میزش رفت و لیوان نوشیدنی گابریل را روی میز گذاشت و به مبل چرمین که نماد قدرت بود اشاره کرد و گفت بشین اینجا. من سرم و میشورم و برمیگردم. سپس به طرف حمام رفت. گابریل نمیخواست از جایش تکان بخورد. سناتور که وارد حمام شد گفت: فکر کنم یه فکس برام رسیده. بعد فکر کنه بهش اعتماد دارم. بخونش ببین چیه. سکستون در حمام را بست و وان را از آب سرد پر کرد. سرش را زیر آب برد. او به قریزش اطمینان داشت و قریزش به او میگفت که گابریل در دفترش بوده است. فعلا باید این موضوع را کنار میگذاشت و به مسائل مهمتری می اندیشید. او به گابریل احتیاج داشت باید میفهمید به چه اطلاعاتی دست یافته است. صورتش را خوش کرد و نفس عمیقی کشید. آروم باش. نباید خوابت ببره. چشمانش را بست. نفس عمیق دیگری کشید. از حمام که خارج شد، با دیدن گابریل در دفترش به وجد آمد. گابریل کنار دستگاه فکس استاد و اوراق دریافتی را ورق زد. ناگهان نقابی از ترس و سردرگمی در چهره اش ظاهر شد. چی شده؟ بدن گابریل سخت می لرزید. چیزی نمانده بود از هوش برود. اون چیه؟ صدا به سختی از گلویش بیرون آمد. شاب سنگ. دخترتون در خطره سناتور گیج و حیران کاغذها را از او گرفت در اولین صفحه یادداشت دست نویسی را دید بلا فاصله خط را شناخت شهابسنگ تقلبی و این مدارکیه که اینو اثبات میکنه ناسا و کاخ سفید میخوان منو بکشن کمکم کنین آر اس سناتور بار دیگر یادداشت را خواند اما متوجه مفهومش نشد تقلبیه ناسا و کاخ سفید میخوان اونو بکشن؟ او که کاملا فکرش مخشوش شده بود، نگاهی به کاغذ ها انداخت. نخستین صفحه تصویری رایانهی بود که با رادار جی پی آر چاپ شده بود. در آن، تصویر چاه استخراج شهاب سنگ را دید که در تلویزیون در موردش صحبت کرده بودند. سپس، جسد مردی که در چاه یخ زده بود، توجهش را جلب کرد. بعد چیز عجیبتری دید. تونلی که دقیقا زیر چاه استخراج شهاب سنگ قرار داشت. گویی سنگ را از زیر یخها وارد آنجا کرده بودند. در صفحه بعد، سناتور تصویر موجود دریایی شناوری را دید و به آن خیره شد. شتاب زده به سراغ صفحه بعدی رفت که در آن نمودار هیدروژن یونیزه موجود در سطح کربنی و سوخته سنگ بود. سکستون قادر نبود آنچه را میدید باور کند. اتاق دور سرش چرخیدن گرفت. به سراغ کاغذ بعدی رفت. عکس سنگی را دید که در آن رگه های فلزی بود. درست مشابه شهاب سنگ ناسا. نوشته زیر عکس توضیح داده بود که این سنگ در اثر آتش های دریایی به وجود آمده است. ولی ناسا گفته بود که این رگه های فلزی فقط تو سنگ های فضایی وجود دارند. سکستون کاغذها را روی میز گذاشت و در صندلیاش فرو رفت. تنها پانزده ثانیه طول کشید تا تمام آنچه دیده بود را به هم مرتبط سازد. هر کسی با کمترین ذریب هوشی می توانست پیام عکس ها را دریابد. شهاب سنگ ناسا تقلبی بود. در تمام دوران کاریش، آن روز با تمام فراز و نشیبها و یعص و امیدها روز منحصر به فردی بود. وقتی این اطلاعات پخش بشن ریاست جمهوری از آن من میشه او که غرق در شادی بود ناگهان فریاد کمک خواهی راشل در گوشش پیچید صدای بوق دستگاه فکس که بلند شد گابریل از جا پرید سناتور نیز به طرف دستگاه فکس جستی زد بازم برامون چیزی فرستاده؟ بوق فکس که قطع شد کاغذی از آن بیرون نیامد تلفن روی منشی رفت. اینجا دفتر سناتور سکستونه. اگه میخواین چیزی رو فکس کنین، لطفاً پس از قطع پیام فکس رو بفرستین. در غیر این صورت، پس از شنیدن صدای بوق، پیامتون رو بذارین. ممنون. پیش از آن که سناتور گوشی را بردارد، صدای بوق از دستگاه بلند شد. سناتور سکستون، من ویلیام پیکرینگ هستم. احتمالا شما توی دفترتون نیستین ولی من باید فوراً باتون حرف بزنم. سپس مکسی کرد بلکه کسی گوشی را بردارد گابریل برخاست تا گوشی را بردارد اما سناتور دستش را محکم گرفت تا مانعاش شود گابریل شگفت زده ماند ولی اون رئیس راشل کسی به تلفن پاسخ نداد پیکرینگ آهی از سر آسودگی کشید و گفت سناتور باید خبر بدی بهتون بدم به من خبر دادن که دخترتون راشل در خطره گروه من همین حالا برای کمک به اون اعزام شدن. نمیتونم جزئیات این اتفاق و تلفنی بهتون توضیح بدم. ولی به من گفتن که ممکنه دخترتون اطلاعاتی رو در مورد شهاب سنگ ناسا براتون فکس کنه. من اون مدارک رو ندیدم. نمیدونم در مورد چیه. ولی افرادی که دخترتون رو گروگان گرفتن و تهدیدش کردن به من گفتن که اگه اون یا هر کس دیگه این مدارک رو پخش کنه دخترتون کشته میشه. متاسفم که اینو میگم. چون دخترتون در خطره، اگه از طرف اون فکسی به دستتون رسید، در موردش با کسی حرف نزنین. اگه ما یکم شانس بیاریم، فردا صبح قبل از اینکه شما از خواب بیدار بشین، همه ی مشکلات حل شده. اگه قبل از اینکه من به دفترتون بیام این پیغام به دستتون رسید، همونجا بمونین، با کسی هم تماس نگیرین. من هر کاری بتونم میکنم تا راشل صحیح و سالم برگرده. سپس تلفن را قطع کرد. راشل و دوز دیدن؟ پیکرینگ از من خواست سکوت کنم. لحظه بی حرکت ماند تا به این اتفاقات غیر منتظر فکر کند. احساس کرد چرخدنده های ذهن خلاقش بار دیگر به حرکت در آمدند. احتمالات و پیامدهای سیاسی ماجرا را بررسی کرد و به مدارکی که در دست داشت نگریست. فقط یه راه حل وجود داره. سکستون که در اتاقش راه می رفت احساس کرد بر ابرها قدم می گذارد. کنار دستگاه کپی رفت و آن را روشن کرد. می چیکار کنین؟ اونا راشل رو نمی کشن. حتی اگر راشل به دست دشمن افتاده بود، او اکنون به لحاظ سیاسی قدرتمند شده بود و می توانست از قدرتش استفاده کند. ریسک قابل قبولی بود و به هر حال پیروزی از آن او می شد. کپی این مدارک رو برای کی میفرستین؟ پیکرین گفت این اطلاعات نباید پخش بشن. سناتور گویی به قلعه تسخیر ناپذیر مبدل شده بود. اکنون تمام آنچه برای رسیدن به پیروزی نیاز داشت در اختیارش بود. هیچ چیز نمی توانست شود. برو گابریل. دیگه بهت احتیاج ندارم. 124 راشل با خود فکر کرد دیگه همه چی تموم شد او و تولاند پهلو به پهلوی هم روی عرشه نشسته بودند و به لوله مسلسلی که سرباز به طرفشان نشانه رفته بود نگاه می کردند متاسفانه پیکرینگ گیرنده فکس را پیدا کرده بود دفتر سناتور سیکسون راشل شک داشت که پیام تلفنی پیکرینگ به دست پدرش رسیده باشد. اگر پیکرینگ پیش از ورود سکستون به دفترش آنجا می رسید، شاید می توانست پیام تلفنی را پاک کند، فکس ها را بردارد و جلوی دردسر را بگیرد. پیکرینگ از معدود افرادی بود که می توانست وارد دفتر سناتور امریکا شود و جالب اینجاست که این کار را با نام حفظ امنیت کشور انجام می داد. پیکرینگ نزدیک زندانیانش شد و کنارشان ایستاد. بعضی وقتا شرایط سخت آدمو و مجبور به انتخابای سخت میکنه. این شرایط خودتون به وجود آوردین. جنگ همیشه قربانی های زیادی داره. تو اینو بهتر از بقیه درک میکنی. راشل فهوای کلامش را دریافت. همیشه معدود افرادی میمیرند تا عده زیادی نجات پیدا کنند. لابد من و تولاندم جز و همون معدود افرادیم. پیکرینگ در فکر فرو رفت. چاره دیگری نداشت. به دلتاوان گفت همکار تو آزاد کن. بعد کارمونو تموم می کنیم. سرباز با تکان سر اطاعت کرد. پیکرینگ برای آخرین بار نگاهی طولانی به راشل افکند. سپس به جانب چپ کشتی رفت. ترجیح میداد به دریای پرتلاتون بنگرد. دلتاوان که اش را به طرف زندانیان نشانه رفته بود به همکارش که در میان بازوان آهنین زیر معلق بود نگریست کافی بود دریچه زیر پای دلتا تو را ببندد آزادش کند و راشل و تولاند را بکشد مقابل صفحه کنترلی که کنار دریچه بود ایستاد تعدادی دکمه و چندین اهرم آن دید اگر اهرم یا دکمه ای را اشتباه میزد جان دوستش به خطر می افتاد. نباید ریس کنی. عجله نکن. تصمیم گرفت تولاند را مجبور به این کار کند. برای اینکه خطای از او سر نزند، لوله تفنگش را مستقیما به طرف صورت راشل نشانه رفت. راشل چشمانش را بست و تولاند از سر خشم مشتش را گره کرد. بلند شو خانم سکستون. راشل برخاست. دلتاوان لوله تفنگ را بر کمر او گذاشت و او را به سمت پله های آلمینیومی که به داخل زیردریایی دریایی منتهی می شد هل داد. از پله ها برو بالا. راشل وحشت زده و سردرگم به او خیره شد. تکون بخور. راشل که به آخرین پله رسید ایستاد و فضای خالی زیر تریتون او را به وحشت انداخت. دلتاوان لوله اسلحه اش را روی شقیقه تولاند گذاشت. از زیر دریایی برو بالا. سرباز خونین و آویزان نگاهی دردناک به راشل انداخت. گویا نمیدانست لحظه آزادی فرا رسیده. راشل به تولاند نگاه کرد. لوله ی مسلسل روی شقیقش بود. از زیر دریایی برو بالا. چاره دیگری نداشت. راشل که گویی در خلق قدم می نهاد بالای زیر دریایی استاد. زیر دریایی بالای دریچه باز کشتی معلق بود. دلتاوان به تولاند گفت خیلی خوب تکون بخور. برو دریچه رو ببند. تولاند که سرباز مسلح پشت سرش بود به طرف میز کنترل رفت. راشل متوجه نگاه های خیره تولاند شد که میخواست چیزی را به او بفهماند. تولاند به در ورودی زیر دریای اشاره کرد. راشل نگاهی به زیر افکند. در زیر دریایی باز بود و راشل می توانست کابین تک آن را ببیند. اون می خواد من برم تو زیر دریایی؟ به گمان آنکه اشتباه کرده برگشت و به تولاند که به صفحه کنترل زیر دریایی رسیده بود نگاه کرد. تولاند به او خیره شد. این بار به وضوح لبهایش تکان خورد. بی صدا سعی کرد به او بفهماند. برو تو. عجله کن. دلتاوان رد نگاه تولاند را گرفت و ناخداگاه برگشت و شلیک کرد. راشل در زیر رگبار گلوله خود را در زیر دریایی پرت کرد. گلوله ها که به زیر دریایی خورد در ورودی همچون زنگی صدا کرد و بسته شد. تولاند که دیگر لوله ی توفنگ بر کمرش نبود به سمت چپ شیر جزد. قلت زنان به طرف عرشه رفت و سرباز نیز دور خود میچرخید و شلیک میکرد. تولاند که میرفت پشت جر سقیل لنگر پناه بگیرد، گلوله ها تعقیبش کردند. باید کاری می کرد. سرباز که به طرفش آمد، اهرم جر سقیل را با دست گرفت و پایین کشید. جر سقیل زنجیر لنگر را بالا کشید و کشتی بر امواج نیرومند و تقیانگر روان شد. با حرکتی ناگهانی هرچه روی عرشه بود جابجا جا شد. زنجیر لنگر با سرعت هرچه تمامتر جمع شد و امواج سرکش کشتی را جابجا جا کرد تولاند فریاد زد زود باش برو کشتی که تعادلش را باز یافت سرباز بار دیگر به طرف تولاند جستی زد تولاند بلافاصله اهرم را به طرف بالا برد و جر سقیل را متوقف ساخت هرچه در کشتی بود بار دیگر جابجا جا شد دلتاوان وان کنار تولاند به زانو افتاد و پیکرینگ زمین خورد. به ناگاه صدای فرو ریختن یکی از ستونهای کشتی همچون صدای زمین لرزهی به گوش رسید. گوشه ی راست بی ستون کشتی که تاب و تحمل وزن سنگین آن را نداشت ویران گشت. کشتی همچون میز بزرگی که پایه‌ای از آن جدا شده باشد لرزید و خم شد. راشل که در کابین زیردریایی میکوشید حفظ تعادل کند، زیردریایی به شدت تاب خورد. راشل از آن بالا دریای خشمگین را دید که تنها ده متر با او فاصله داشت. سر بلند کرد و چشمانش طولاند را کاوید که با صحنه دلخراشی مواجه شد. در یک متری او دلتا تو گرفتار در منگنه بازوان تریتون دائم بالا و پایین میرفت و از درد نعره میکشید. پیکرین تلو تلو خوران کوشید به جایی تکیه بزند. تولاند به اهرم جر سقیل چنگ زد تا به دریا نیفتد. راشل دلتاوان را دید که هنوز مسلح بود. از داخل زیر دریایی فریاد زد. مواظب باش مایک! اما حواس سرباز به تولاند نبود. او با دهان باز از وحشت و تعجب هلیکوپترش را نگاه کرد. راشل رد نگاه او را گرفت. کیووا که هنوز بالهایش به آرامی حرکت می کرد، بر عرشه کج کشتی لیز خورد و پیش آمد. آن وقت بود که تازه فهمید هلیکوپتر به طرف زیردریایی دریایی می آید. دلتاوان به طرف هلیکوپتر رفت و داخلش برید. نباید می تنها وسیله نجاتشان به اقیانوس بیفتد. اهرم کنترل را پایین کشید. پرواز کن! زود باش! بالهای هلیکوپتر به سرعت چرخید. و تلاش کرد آن جسم قول پیکر را از عرشه جدا کند. هلیکوپتر همچنان لیز میخورد و دلتا تو همچنان بر فراز دریا آویزان بود. بالهای کیووا کج شده بود. به جای که به بالا پرواز کند، همچون ار برقی به طرف زیر دریایی رفت. دلتا وان، پشیمان از پرتاب نکردن موشک نیمتونی که بر وزن هلیکوپتر افزوده بود، اهرم کنترل را کشید. چیزی نمانده بود، بال هلیکوپتر سر دلتا تو را از تنش جدا کند. بالهای کیووا که صد دور در دقیقه میچرخید همچون تیغ وارونه ماشین درو به آهن زیر دریایی برخورد کرد. جرقه خیره کننده به پا خواست و بالهای هلیکوپتر از حرکت باز ایستاد. هلیکوپتر زیر افتاد و پایههایش عرشه کشتی را به شدت تخریب کرد. دلتاوان کوشید آن را کنترل کند اما به محال دست یازید. کیووا لیز خورد و به طرف نرده های کشتی رفت. دلتاوان امیدوار بود نرده ها وزن کیووا را تحمل کنند. اما بلا فاصله صدای خورد شدن چیزی را شنید. هلیکوپتر سنگین در قسمت جلوی کشتی از نرده ها گذشت و به دریا افتاد. راشل وحشت زده در تریتون نشسته بود. سرباز زخمی گویی از شدت درد هزیان می گفت. راشل پیکرینگ را دید که آویزان از عرشه کج کشتی به نردهها چنگ زده بود. تولاند کجاست؟ بلا فاصله با صحنه وحشتناکی مواجه شد. بالای سرش، زنجیری که تریتون از آن آویزان بود، تکان شدیدی خورد. سپس، زیر دریایی با صدای مهیبی افتاد. راشل لحظه‌ای در کابین احساس بیوزنی کرد. زیر دریایی شتابان به طرف دریا سقوط کرد و دلتا تو از ترس رنگ باخت. گویی سقوط پایانی نداشت. تریتون که به دریا افتاد راشل در سندلیش فرو رفت. آب که گنبد زیر دریایی را می پوشند، راشل فشار تحمل ناپذیری را بر ستون فقراتش احساس کرد. زیر دریایی که همچون چوب پنبهی بار دیگر از آب سر برآورد، راشل احساس خفگی کرد. سر دراز و باری که ماهی بزرگ با خشونت بسیار با بدن دلتا تو برخورد کرد. دندانهایی به تیزی تیغ وارد استخوان بازویش شد. کوسه که با خشونت سرش را تکان داد و بازو را از جا کند، شعاع دردی جانکاه وجود دلتا تو را در نوردید. سایر کوسه ها به پا و گردن و صورتش حمله کردند. ماهی ها بدنش را تکه تکه کردند و او یارای فریاد زدن نداشت. آخرین چیزی که دید دندانهای تیزی بود که کلهش را از جا کند و بعد تاریکی مطلق داخل تریتون راشل صدای برخورد سر چکشی کوسه ها به بدنه زیردریایی را شنید چشمانش را که باز کرد دیگر اثری از سرباز زخمی نبود دریا خونین بود سرش را برگرداند روی صندلی چون مزد. زد زانویش را جمع کرد و زیردریایی تکان خورد و به بدنی کشتی سایده شد. آن بیرون آب همچنان در جوش و خروش بود، اما راشل احساس کرد سطح آب به تدریج بالا می رود. زیر داره غرق می شه. راشل وحشت زده از جا پرید. دستگیره در بالای سرش را در دست گرفت. اگر از زیردریایی خارج می شد، می توانست به عرشه کشتی بپرد که تنها در یک متری او بود. باید از اینجا برم بیرون. علائم روی در به وضوح نشان میداد که باید دستگیره را به کدام سمت بچرخاند. راشل دستگیره را چرخاند اما تکان نخورد. دوباره امتحان کرد. تلاشش بی سمر بود. در خیلی محکم بود. ترس همچون آبی که در اطرافش بود در رکهایش جریان یافت. بار دیگر تلاش کرد. در تکان نخورد. زیر دریایی چند سانتی پایین رفت و پیش از آنکه دریای خشمگین آن را ببلعد برای آخرین بار به کشتی سایده شد. سپس در آب فرو رفت. 125 سکستون از تمام مدارک کپی گرفت خواهش می میکنم این کارو نکن دخترت کشته میشه سناتور اینطور نمایاند که صدای گابریل را نمیشنود ده سری کپی از مدارک را در دست گرفت و پشت میزش نشست سناتور هر سری از کپی ها را در پاکت سفیدی با نام و نشانی خود قرار داد و مهر سنا را روی آنها زد. هیچ شکی در اعتبار آن اسناد باور نکردنی نبود. برخلاف سناتور، گابریل به فکر سلامتی راشل بود. پیغام تلفنی پیکرینگ کاملا واضح بود. با پخش آن اطلاعات، جان راشل به خطر میافتاد. سناتور برای راشل متاسف بود اما میدانست با پخش آن مدارک انتصابش به ریاست جمهوری مسجل می گردید. جاه طلبی چشمان سناتور را کور کرده بود. او حتی به قیمت جان دخترش حاضر بود کشف دروغین ناسا را برملا کند. کشوی میزش را باز کرد و مهری قرمز را از آن بیرون آورد و پاکتها را مهر زد. موج خشم و عصبانیت وجود گابریل را آکند. به حواله های غیر داخل رایانه سناتور اندیشید. شاید می توانست به واسطه ی آنها مانع شود. سب کن. سب کن و الا به همه میگم که از شرکت های خصوصی پولای غیرقانونی قانونی می گرفتی. سناتور همچنان مهر می زد. واقعا فکر می کنی کسی حرف مشاوری رو که کاندیداشو فروخته باور می کنه؟ من همه چیو انکار می کنم. کاخ سفید مدرک داره اونها هیچ مدرکی ندارن اگرم داشته باشن اهمیتی نداره من همش رو انکار میکنم آخرین پاکت را مهر زد مدارکی که تو این پاکت همه رو خل سلاح میکنه گابریل میدانست حق با اوست سناتور پاکت را برداشت و خواست برود که گابریل برخواست و مانعش شد داری اشتباه میکنی عجولانه تصمیم نگیر من تو رو به همه جا رسوندم. حالا میخوام نابودت کنم. فکس راشل تو رو رئیس جمهور میکنه پس باید به فکر دخترت باشی به قدر کافی به فکرش بودم اگه اتفاقی براش بیفته چی؟ فعلا فقط به انتخابات فکر میکنم گابریل از او بیزار شده بود ناگهان فکری از خاطرش گذشت که حتی وقتی به زبانش آورد نمیتوانست باورش کند من زنگ زنم به کاخ سفید. سناتور برگشت و سیلی محکمی به گوشش نواخت. لب گابریل پاره شد. از درد به میز چنگ زد و متعجب به مردی که زمانی میز نگریست. نگاه جدی سکستون به درازا کشید. اگه یه بار دیگه بخوای جلوی منو بگیری، کاری میکنم تا آخر عمرت پشیمون بشی. سپس پاکت ها را محکم در بغل فشرد. حرف های تهدیدآمیزش وجود گابریل را سوزاند. گابریل در خونک های شب تاریک با دهان خونین از ساختمان خارج و سوار تاکسی شد. برای نخستین بار از زمان ورودش به واشنگتن گریه امانش نداد و سیل اشک از دیدگانش جاری شد. 126 تریتون افتاد تو دریا تولاند بر عرشه کج کشتی تلو تلو خوران ایستاد از پشت جر سقیل سرک کشید زنجیر از هم گسیخته ی تریتون را دید به دماغه ی کشتی بازگشت تا سطح آب را به دقت نگاه کند بلا فاصله تریتون از زیر کشتی بیرون آمد و جریان شدید آب آن را با خود برد. تولاند که دید زیر دریایی سالم است آهی از سر آسودگی کشید. به در ورودی آن نگریست. تنها آرزویش این بود که در باز شود و راشل صحیح و سالم از آن بیرون بیاید. اما در باز نشد و تولاند پنداشت که شاید در اثر تکانهای شدید بیهوش شده باشد. از آن فاصله دید که زیر دریایی در همان مسیری که شناور بود در آب فرو می رفت. نمی دانست چرا. باید راشلو بیارم بیرون. کوشید بر پا بایستد تا عرشه را ببیند. اما صدای شلی که چند گلوله ی پی در پی را شنید که از بالای سرش گذشتند. در زیر باران گلوله پشت جر سقیل لنگر پرید. دو زانو نشست و از پشت جر سقیل زیر چشمی نگاه کرد. پیکرینگ همچون تکدیر اندازی از بالای عرشه کشتی مسلسل را به دست گرفته بود. گویا مسلسل دلتا وان بود که هنگام پریدن در هلیکوپتر از دستش افتاد. تولاند که پشت جر سقیل گیر افتاده بود، سر چرخاند و تریتون را دید که به آرامی در آب فرو می رفت. سود باش راشل بیا بیرون. دعا کرد در زیر دریایی باز شود. اما نشد. نگاهی به پل عرشه کرد و فاصله خود تا نرده های عرشه را چشمی محاسبه کرد. شش متری میشد. مسیر طولانی بود. نفسی عمیق کشید و ازمش را جزم کرد. پیراهنش را کند و آن را به سمت راست عرشه پرت کرد. پیکرین که به طرف پیراهنش شلیک کرد، او از طرف چپ پا به فرار گذاشت. با چند جست بلند خود را به نرده ها رساند و به آن سوی دماغه ی کشتی شیر جزد. گلوله ها نزدیکش بودند و میدانست که با کوچکترین خراش تعمه کوسه ها خواهد شد. راشل حکم حیوانی اسیر را داشت. بارها کوشید در را باز کند اما تلاشش عقیم ماند. سانتیمتر به سانتیمتر در تاریکی دریا غرق شد انزوای پروسوسه اقیانوس سیاه را دید که هر لحظه زندگیش را تهدید میکرد. کرد. بار دیگر دستگیره را گرفت و کوشید تکانش دهد. به محال دست یازید. به نفس نفس افتاد. بوی تند دیوکسید کربن مشامش را آکنده بود. به ناگاه فکری شوم وسوسه اش کرد. من خفه میشم و توی تاریکی میمیرم. نگاهی به صفحه کنترل انداخت تا با فشردن دکمه ای راه نجاتی بیابد اما تمام دستگاه‌ها خاموش بودند گویا برق نبود در تابوت ساکن و بیمنفض آهنی محبوس شده بود و به تدریج اقیانوس او را به قرقاب می‌کشید سطح آب گویی با جوش و خروشی فزاینده بالا می‌آمد از دوردست نواری قرمز بر پهنه افق دید سپیده دمید راشل پنداشت شاید این آخرین نوری باشد که میبیند. چشمانش را بست و کوشی جلوی سرنوشت را بگیرد که ناگاه خاطرات شیرین دوران کودکی پی در پی از ذهنش گذشت. یخ رودخانه شکست و او در آب افتاد. نمی توانست نفس بکشد و خود را به سطح آب برساند. داشت غرق میشد. مادرش نعره میکشید. راشل! راشل! ناگهان صدای ضرباتی که به زیر دریایی میخورد کابوسش را در هم شکست. چشمانش را باز کرد. صدا بم بود. در تاریکی چهره شبهگون با موهای انبوه سرش را به پنجره زیر دریایی چسبانده بود. او تولاند بود. او که دید راشل هنوز زنده است خیالش آسوده شد. با اندک انرژی که در بازوانش داشت خود را شناکنان به زیر دریایی رسانده و از آن بالا رفته بود. تمام بدنه زیردریایی در آب فرو رفته بود. تنها سی سانتی متر به غرق شدن کامل مانده بود که آن هم به سرعت می گذشت. اگر در زیردریایی زیر آب باز می شد، آب کابین را در بر می گرفت و راشل آنجا گیر می افتاد و تریتون به قعر آب می رفت. دستگیره را در دست گرفت و آن را در خلاف جهت اقربه های ساعت چرخاند. نچرخید. با تمام نیرویش بار دیگر امتحان کرد گویا در قصد باز شدن نداشت راشل از داخل زیردریایی صدای او را شنید منم امتحان کردم ولی نتونستم تکونش بدم این دفعه با هم میچرخونیم تو باید در جهت اقربه های ساعت بچرخونی خیلی خوب بچرخون تولاند با تمام قوا دستگیره را چرخاند دستگیره یکی دو سانتی متر تکان خورد اما دوباره ایستاد تولاند دریافت که در درست بسته نشده است درست مانند در شیشه‌ای که آن را بد چرخانده باشند در نیاز به جوشکاری داشت راشل راهی برای خروج از تریتون نداشت 600 متر پایین تر کیووا پر از سلاح و مهمات در اسارت نیروی جاذبه و برگشت امواج شدید گردباد در آن ورطه تیرگون شتابان غرق میشد. هلیکوپتر با موشک هایی که هنوز در جایگاه پرتاب بودند به طرف تلی از مواد آتش فشانی که همچون باند فرودی سوزان و عجیب انتظارش را می کشید فرود می آمد. سه سانتیمتر متر پایین تر از سطح خارجی توده مواد مذاب آتش فشانی با حرارت هزار درجه سانتیگراد به جوش آمده بود. آتش فشان در آستانه انفجار بود. 127 نباید بذارم زیر دریای غرق بشه آب به زانوهایش رسیده بود تولاند در تقلای یافتن راه نجاتی برای راشل بود سرش را به طرف کشتی چرخاند تا به گونه ای تریتون را به جر سقیل وصل کند تا غرق نشود و روی آب بماند اما غیر ممکن می نمود. کشتی در پنجاه متریشان بود و پیکرینگ همچون امپراتور روم که از تخت خود شاهد نبرد خونین گلادیاتورهایش باشد از بالای عرشه به آنها نگاه می کرد. باید فکرم به کار بندازم. چرا زیر دریایی داره غرق میشه؟ شه؟ کیسه های شن متناوبن از آب و هوا پر می شدند و زیر دریایی بالا و پایین می رفت. کیسه های تعادلی زیر ها دو دریچه داشتند. یکی پایین بود، دیگری بالا. دریچه های بالا همیشه باز بودند و دریچه های پایین تنها برای خروج هوا و ورود آب به داخل باز می شدند. شاید دریچه های پایین به دلیلی باز شده. اما دلیلش را نمیدانست. تولاند یکی از کوچکترین کیسه های شنی را که دیگر کاملا زیر آب رفته بود لمس کرد. دریچه پایین آن بسته بود. اما انگشتانش به چیز دیگری خورد. سوراخ گلوله هنگام ورود به زیردریایی به راشل شلیک کرده بودند و کیسه ها در اثر اصابت گلوله سوراخ شده بود. تولاند فورا تا پایین زیردریایی شنا کرد و انگشتش را روی مهمترین و بزرگترین کیسه شنی کشید. انگشتش دهها سوراخ را جست. آب از سوراخ داخل می رفت بیان که کاری از دستش برایت تریتون داشت غرق می شد اکنون زیر دریایی یک متر پایین رفته بود تولاند صورتش را به شیشه گمبدی چسباند و داخل را نگریست راشل با مشت به شیشه می کوبید و میوسان فریاد می زد ترس ناتوانش کرده بود تولاند تحمل پذیرفتن دومین شکست را نداشت سیلیا پیش از مرگ به او گفته بود تو باید زنده بمانی و زندگی کنی اما او دیگر نمیخواست تنها بماند ششهایش خالی از هوا بود اما او همچنان در کنار راشل ماند هر بار که راشل زربهی به شیشه میکوبید تولاند احساس میکرد زیر دریایی فروتر میرود گلوله حفاظ پلاستیکی گنبد زیر دریایی را سوراخ کرده بود تولاند روی آب رفت و ششهایش را از هوا پر کرد. کف دستش را روی گنبد زیر دریایی کشید و انگشتش به پارگی پلاستیکی برخورد. گویا حفاظ اطراف پنجره کشتی هنگام سقوط آسیب دیده بود. به همین دلیل آب وارد زیر دریایی شده بود. تولاند روی آب رفت، سه نفس عمیق کشید و کوشید افکارش را سامان دهد. آبی که وارد تریتون میشد داشت غرقش می کرد. اکنون زیر دریایی در یک متر و نیمی زیر آب بود. صدای ضربات راشل را شنید که معیوسانه به دیوارهای زیر دریایی می گوبید. فکری به خاطرش رسید. باید به موتورخانه زیر دریایی می رفت و کپسول فشار را بر می داشت. شاید می توانست با استفاده از آن آب را از کیسه های شنی خارج کند. به نظر تلاشش بی سمر می آمد. اما دست کم پیش از آنکه آب تمام زیر دریایی را فرا بگیرد چند دقیقه روی سطح آب نگهش می داشت. بعدش چی؟ فعلا این تنها راه چاره بود. نفس عمیقی کشید و ششهایش را لبالب از هوا پر کرد. هرچی بیشتر نفس بکشی بیشتر اون پایین میمونی. او که لبهایش باد کرده بود و فشار فضاینده ی هوا را در سینهش احساس کرد اندیشید: اگه فشار داخل زیردریایی زیاد بشه چی؟ شاید این گونه میتوانست گنبد زیردریایی را که اکنون درش محکم بسته نبود، باز کند. نفسش را بیرون داد و بر سطح آب ماند. احتمال موفقیتش را تخمین زد. فکرش منطقی به نظر میآمد. ها تنها در یک صورت در برابر فشار زیاد مقاومت می کردند. فشار زیاد خارج و فشار کم داخل. تولاند باید کپسول هوای فشرده را می یافت و آن را به یکی از دریچه های تهویه هوای زیر وصل می کرد. به این ترتیب راشل درد شدیدی را حس می کرد اما فشاری که به کابین اعمال می شد شاید راه گریزی را باز می کرد. تولاند ششهایش را از هوا آکند و پایین رفت. اکنون زیر دریایی دو متر پایین تر از سطح آب بود. تاریکی و امواج دریا سبب شد به سختی راهش را پیدا کند. تولاند کپسول های فشار را پیدا کرد و آن را به دریچه گنبد زیر دریایی وصل نمود. دریچه کپسول را چرخاند، هوا را داخل زیر دریایی فرستاد و سپس یادداشت هشدار روی کپسول را خواند و بلا فاصله خطر کاری را که انجام میداد به خاطر آورد. هشدار فشار هوای داخل کپسول بیش از دویست کیلو در سانتی متر مربع است. اگر تریتون راهی برای خروج این هوای فشرده نمی یافت، ششهای راشل می ترکید. تولاند تصمیمش را گرفت. دریچه را باز کرد. کپسول زوزهی کشید و هوا در نهایت قدرت به زیر دریایی یورش برد. راشل درد شدیدی در سرش احساس کرد. دهان باز کرد تا فریاد بزند که هوا با چنان فشاری وارد ششهایش شد که راشل حس کرد انقریب ششهایش می ترکند. حس کرد چشمهایش از کاسه بیرون زدند. صدایی کر کننده پرده گوشش را سخت لرزاند. ناخداگاه دست روی گوشش گذاشت. دردش فضاینده بود. صدای زربه از مقابلش شنید. کوشید چشمانش را بگشاید. سپس تصویر گیج و درهم تولاند را در تاریکی دید. صورتش را به شیشه چسبانده بود و سعی داشت چیزی به او بگوید. چی میخواد بگه؟ نمیتوانست منظورش را درک کند. در اثر تحمیل فشار زیاد به قرنیه ی چشمش دیدش نقصان یافته بود. با این حال دریافت که از روشنایی همچون روز نورافکنهای کشتی تنها کورسوی لرزان و کمفروغ مانده است. اطرافش تنها ورته بی انتهایی از سیاهی جوهر مرکب بود. تولاند همچنان بر گنبد تریتون دراز کشیده بود و به آن مشت می کوبید. سینهش در فقدان هوا میسوخت و باید هرچه سریتر به سطح آب برمیگشت. تولاند دائم به راشل اشاره میکرد. شیشه را فشار بده. گویا هوای فشرده از لبه پنجره کوچک زیردریایی آنجا که حفاظش آسیب دیده بود، مفری یافته بود و حباب کوچکی ساخته بود. کورمال کورمال به دنبال منفذی گشت، چیزی نیافت. فقدان اکسیژن وضوح دیدش را کاسته بود. برای آخرین بار بر گنبد کوبید. دیگر راشل را نمیدید. تاریکی محض بود. با اندک اکسیژن موجود در ششهایش فریاد زد. راشل! راشل شیشه رو فشار بده. فریاد بی صدا و غیر قابل فهم. 128 داخل زیردریایی راشل حس زندانی را داشت که گویی با ابزار قرون وسطا شکنجهش میدادند. او که روی صندلی ایستاده بود پرواز مرگ را بالای سرش می دید. اطرافش تاریکی محض بود. دیگر زربه ای هم نمی کفت. تولاند رفته بود. او تقلایش را کرده بود. زوزه هوای فشرده ای که از بالا وارد کابین میشد، هوهوی کرکننده ی باد مایلن را به خاطرش آورد. آب سی سانتی متر از کف زیردریایی بالا آمده بود. نجاتم بدین. ناگهان هزار فکر و خاطره به ذهنش هجوم بردند. زیر تکانی خورد و راشل تعادلش را از دست داد. پایش به صندلی گیر کرد، به جلو پرت شد و محکم به گنبت خورد. درد شدیدی در اش پیچید. خود را به طرف پنجره کشاند و ناگهان متوجه کاهش فشار در آن قسمت شد. لحظه ای بعد دریافت چه اتفاقی افتاده بود. او که تمام وزن به گنبد زیر دریایی خورده بود، به آن فشار آمده و از منفذی هوای فشرده خارج شده بود. گویا حفاظ پلاستیکی گنبد در جایی آسیب دیده بود. بلا فاصله متوجه شد که چرا تولاند سعی داشت فشارهای داخل زیردریایی را افزایش دهد. از بالای سرش کپسول فشار همچنان هوا پمپاژ می کرد. به محض که روی صندلی دراز کشید، فشار بار دیگر افزایش یافت. این بار با خوشحالی از جا برخاست تا با تمام قدرت در گنبدی را فشار دهد. اما در تکان نخورد. بار دیگر تمام وزن خود را روی شیشه پرتاب کرد. بیفایده بود. جراحت روی شانهش به شدت درد می کرد. خون آن دلمه بسته بود. خواست بار دیگر امتحان کند اما فرصتش رو به پایان بود. زیردریایی دریایی آسیب دیده کمی خم شد. آب که کاملا در موتورخانه زیردریایی نفوذ کرده بود آن را پایین تر می کشید. راشل به پشت افتاد. او که بدنش تا نیمه در آب فرو رفته بود به گنبد زیر دریایی که به نورگیری بزرگ میمانست نگاه کرد آن بالا فقط شب بود و میلیون ها تن آب که او را به قعر اقیانوس حل میداد خواست بلند شود اما بدنش گویی سست و سنگین شده بود بار دیگر فکرش به گذشته ها پرکشید به لحظه غرق شدنش در رودخانه یخ بسته مادرش که سعی می کرد دست او را بگیرد فریاد می زد. راشل مقاومت کن دستم و بگیر راشل چشمانش را بست دارم غرق می شم کفشای اسکیش که به سنگینی سرب شده بود او را پایین می کشید. مادرش را دید که بالای گودال چمبات زده و تا جایی که می دستش را دراز کرده بود تا او را بگیرد خودتو بالا بکش راشل دست و پا بزن راشل تا می توانست دست و پا زد و آرام به سطح آب آمد و مادرش دست او را گرفت. آره آره کمکم کن بکشمت بیرون از پاهات استفاده کن پاهات تکون بده. مادر که تقلا می کرد او را بالا بکشد راشل از اندک نیرویش استفاده کرد و پاهایش را تکان داد. سرانجام مادر نجاتش داد. او را سر تا پا خیس بیرون کشید. اکنون در فضای گرم و مرتوب زیر دریایی چشم گشود و اطرافش را تاریک یافت. صدای مادرش را شنید که در گوشش زمزمه میکرد. صدا در تریتون پژواک یافت. از پاهات کمک بگیر. راشل سرش را بلند کرد و بار دیگر به گنبد نگریست. با اندک نیرویی که در دستانش بود خود را به طرف صندلی کشاند که اکنون همچون صندلی دندان پزشکی افقی افتاده بود. به پشت خوابید. تا میشد زانوهایش را جمع کرد و سپس با قدرت لگدی به گنبد زد. درد شدیدی در استخوان ساق پایش پیچید. بار دیگر گوشهایش کیپ شد. ناگهان حفاظ قسمت چپ گنبد افتاد و در شیشه ای همچون در اتاق زیر شیروانی کاملا باز شد. رودخانه آب داخل زیردریایی جریان یافت و راشل را به عقب راند. جریان شدید آب اش کرد. همچون تک لباسی در ماشین رخشویی میان امواج در قلتید. به دنبال چیزی گشت که به آن چنگ بزند اما بیفایده بود. آب کابین را فرا گرفت. محکم سرش به دیوار خورد. موج شدید زیر پایش رفت. او را به عقب هل داد. کمرش محکم به حفاظ پلاستیکی خورد سرانجام از شر دریایی خلاص شد او که در آب گرم و تاریک دست و پا میزد سوزش شدید را در سینهاش حس کرد هوایی در ریههایش نبود به دنبال نور گشت اما نوری ندید گویی دنیا از هر جهت به تاریکی ختم میشد در آن لحظه خوفناک راشل متوجه شد که نمیداند باید در کدام جهت شنا کند. صدها متر زیر پای راشل کیووا همچنان می غلطید و فرو می رفت. پانزده موشک ضد تانک هلفایر آماده ی انفجار با نیرویی که بر آنها فشار می آورد در ستیز بودند. نوک مسی موشکها و چاشنی انفجاری داخل آنها به شکل خطرناکی تکان خورد. سی متر بالاتر گردباد نیرومندی هلیکوپتر را فرا گرفت و آن را به قهر کشاند و به طرف سطح سوزان توده مواد آتشفشانی پرتش کرد. همچون کبریت های داخل جعبه کبریت، موشک ها یکی پس از دیگری آتش گرفتند و پهنه وسیعی از سطح خارجی مواد آتشفشانی را کنار زدند. تولاند به محض آنکه نفسی تازه کرد، پنج متر از سطح آب پایینتر رفت و ناگهان صدای انفجار موشک ها را شنید. نور سفید انفجار سطح آب را روشن کرد. راشل سی متر پایین تر از او در آب شناور بود و زیر دریایی به قعر دریا می شتافت. موج انفجار کوسه ها را به سطح آب کشاند. خوشحالی تولاند از دیدن راشل دیری نپایید. چون فهمید چه حادثه ای در شرف وقوع است. نور انفجار که خاموش شد با شدت و هدت آب را کنار زد تا به راشل برسد. صدها متر پایین تر کوه آتش فشان زیر دریا فوران کرد و مواد مذاب با حرارت 1200 درجه سانتیگراد بیرون ریختند. مواد گداخته با حرارت خود آبهای اطراف را تبخیر کردند و با جهشی عمودی آب را شکافتند. آتش فشان به مرکز گردباد دریایی نفوذ کرد. امواج دریا بیش از پیش به خشم آمدند و در اثر برخورد مواد آتش فشانی تغییر جهت دادند. این میان خلعی ایجاد شد که میلیونها لیتر آب را به قعر دریا مکید. آب در گردش به عمق که می رسید بخار می شد و دنبال راهی برای خروج می گشت. سپس بخار آب دریا که بیشتر می شد و به سطح دریا نزدیکتر آب اطراف را به زیر خود می راند. در این حین آب و بخار آب دائم جا عوض می کردند و این بر سرعت گردباد می افزود. اکنون در اثر گردباد نیرومند دریایی چاه سیاه بزرگی در دریا ایجاد شد. راشل که در محاصره آبهای تاریک و گرم بود، حکم جنینی در شکم مادرش را داشت. در آن ورطه غیرگون افکارش به هم ریخته بود. نفس بکش. باید با غریزه می میجنگید. نوری که دیده بود اگرچه از او دور بود اما به بالا راهنمونش میساخت. ضعیف و ناتوان در مسیر نور شنا کرد. اکنون نور را بهتر میدید. روز شده با تمام قدرت شنا کرد. دستی مچش را گرفت. راشل زیر آب فریاد نصف نیمه کشید و تمام هوایی که در ششهایش داشت بیرون داد. دستی او را در جهت مخالف نور به عقب کشید. سپس دست دوستش را دید. تولاند او را به مسیر دیگری هدایت کرد. عقلش به او می گفت به قعر دریا نزدیک می شوند. اما قلبش به او می گفت به تولاند اعتماد کند. مادرش در گوش او زمزمه کرد. از پاهات کمک بگیر. راشل با تمام قدرت پاهایش را تکان داد. 129 پیش از آنکه راشل و تولاند به سطح آب برسند تولاند فهمید که توده ی آتش فشانی منفجر شده است به محض رسیدن مواد مذاب به سطح آب گردباد عظیم دریایی همه چیز را به عمق دریا می کشید دیگر آب همچون دقایق پیش آرام نبود صدای کرکنندهی به گوشش رسید باد شدیدی وزیدن گرفت. آنان زیر آب بودند اما روی آب طوفان شدیدی در گرفته بود. تولاند که از فقدان اکسیژن رنج می برد احساس کرد مشاعرش را از دست می دهد. خواست راشل را نگه دارد اما موج شدید مانع شد. خواست مقاومت کند اما نیروی ناپیدا همچنان بر قدرتش می افزود. ناگهان دست راشل را محکم گرفت و او را بالا کشید. راشل که بالا آمد گیج و خسته نگاهش کرد. بالای سرشان هلیکوپتر گارد ساحلی راشل را با جر سقیل بالا کشید. 20 دقیقه پیش گارد ساحلی از انفجاری در رودخانه نیوجرسی مطلع شد. رد هلیکوپتر دلفین را که در محل انفجار بود گرفتند. آخرین مختصات دریافتی از هلیکوپتر آنها را به طرف کشتی گویا کشند. در یک کیلومتری گویا که هنوز غرق در نور بود، تکه های بر جای مانده از انفجار را که گویا به قایق موتوری تعلق داشت یافتند. در سطح آب، مردی دستانش را به نشانه کمک تکان می داد. او را بالا کشیدند. او برهنه بود و یک پایش با چسب نواری باند پیچی شده بود. تولاند سرخوش به هلیکوپتر نگریست. بالهای افقی هلیکوپتر باد سرد و تندی را به تنش دواند. راشل که همچنان از تناب آویزان بود و بالا می آمد، از داخل هلیکوپتر دستانی کمکش کرد تا به سلامت داخل شود. از آن پایین، تولاند کنار در هلیکوپتر چهره آشنای مردی نیمه برهنه را دید. کورکی؟ اون زنده است؟ فورا هواپیما سه متر پایین رفت و تولاند شناکنان خود را به هلیکوپتر رساند. اما گویی گردباد دست بردار نبود و او را به سمت خود کشید. امواج خروشان به او چنگ زد و او را پایین کشید. به نبرد دست یازید تا روی آب بماند. صدایی در گوشش زمزمه کرد. باید زنده بمونی. باد تند که بار دیگر وزیدن گرفت، هلیکوپتر را از او دور کرد. تولاند به بالا نگریست. راشل را دید که به او خیره شده و به مقاومت تشویقش می کرد. با قدرت شنا کرد و توانست خود را به هلیکوپتر برساند. با آخرین توانی که در بدن داشت، تناب را گرفت و لاستیک نجات را از سرش رد کرد. او که پشت سرش را مینگریست مواد مذاب آتشفشانی را دید که سرانجام به سطح آب رسیدند. ویلیام پیکرینگ ایستاده بر عرشه کشتی با حیرت به حوادثی که در برابر دیدگانش اتفاق میافتاد نگاه می کرد. در نزدیکی دماغه کشتی گودال بزرگی بر سطح آب دریا شکل گرفت. دریا به داخل می پیچید و همه چیز را به داخل می کشید. پیکرینگ با فکری مخشوش به ورطه سیاهی که همچون دهانی باز منتظر بلعیدن گوشت قربانیش بود نگریست. دارم خواب می بینم. ناگهان مواد آتش فشانی با انفجاری کر کننده که تمام شیشه های کشتی را خورد کرد به طرف آسمان پاشید. دماغه ی کشتی به طرف گرد باد منحرف شد. پیکرینگ تعادلش را از دست داد و به زانو افتاد. همچون کودکی تسلیم در برابر عظمت خداوند زانو زد و به گودال سیاه چشم دوخت. در آخرین لحظات تنها به دخترش دیانا فکر می کرد و در دل آرزو کرد او هنگام مرگش چون این صحنه موهشی را ندیده باشد. موج انفجار مواد آتش تکان شدیدی به هلیکوپتر داد. خلبان هلیکوپتر را متعادل کرد و به طرف کشتی که دیگر محکوم به سرنوشتی محتوم بود پایین رفت و راشل و تولاند از آن بالا پیکرینگ را دیدند که زانو زده و با کت و کراوات سیاه کنار نرده های عرشه کشتی نشسته بود. ابتدا دماغه کشتی در گردباد سهمگین گرفتار شد و سپس در نهایت زنجیر کشتی در آن ورطه غیرگون ناپدید گشت. گردباد آتشفشانی در چشم برهم زدنی کشتی را بلید. آن وقت که از نظر ناپدید می شد، چراغهایش هنوز روشن بود. ۱۳ هوای صبحگاه اتراگین و صاف بود سناتور سگویک سکستون از اتومبیلش پیاده شد او که همچون شیری با گامهای بلند به طرف محل اجرای کنفرانس میرفت بیش از پیش احساس قدرت کرد او از ده شبکه بزرگ رادیو تلویزیونی دعوت کرده بود تا بزرگترین رسوایی اخیر رئیس جمهور را به سمع و نظر همگان برساند. هیچی به اندازه بوی تعفن دروغ و ریاکاری نظر همه را به خودش جلب نمی کنه. پاکت های سفید مهرموم شده را در بغل فشرد. آن اطلاعات همچون سلاحی ای در دستان سناتور جا خوش کرده بودند. سناتور از پله های سمت راست جایگاه سخنرانی بالا رفت و همچون هنر تئاتر نیم دوری زد و در برابر حضار ظاهر شد. خبرنگاران شتاب زده خود را در ردیف سندلی های مقابل سکوی سخنرانی جا دادند. خورشید تاله نور تلایش را به صورت سکستون پاشید. روز بینظیری برای انتصاب او به برترین مقام کشور بود. قدرتش یک شب سر به آسمان می ساید. سکستون پاکت ها را بر میز سخنرانی گذاشت. خانم ها آقایان روز بخیر. می خوام با هاتون سریع و بیپرده حرف بزنم. چیزی که می خوام بگم خیلی دردناک و تکان است. این پاکت ها حاوی اسناد فریبکاری های بالاترین مقام های دولتیه. متاسفانه باید بهتون بگم که رئیس جمهور نیم ساعت پیش به من تلفن کرد و با خواهش و تمنا بله با خواهش و تمنا از من خواست این اطلاعات رو افشا نکنم ولی من مردی هستم که فقط به حقایق اعتقاد دارم حتی اگه دردناک باشه مکسی کرد و برای تحریک حس کنجکاوی خبرنگاران پاکت ها را بالا برد خبرنگاران همچون سگهایی که غذای ناشناخته جلویشان باشد با چشم حرکت دست سناتور را دنبال کردند. رئیس جمهور نیم ساعت پیش به سناتور تلفن کرد تا همه چیز را برای او توضیح دهد. راشل صحیح و سالم در هلیکوپتر بود و با او صحبت کرده بود. باور نکردنی بود که در این نمایش شگفتانگیز ویلیام پیکرینگ، ناسا و کاخ سفید در هاشیه قرار داشتند. سیکستون با خود اندیشید اینا مهم نیست به هر حال کل این ماجرا به ضرر نی تمام شد سیکستون دلش میخواست همچون مگسی نشسته بر دیوار کاخ سفید هنگام افشایان اطلاعات چهره دیدنی رئیس جمهور را ببیند مطابق تشریفات دولتی سیکستون باید در کاخ سفید با رئیس جمهور ملاقات می کرد و از او می خواست خود حقیقت را در مورد شهاب سنگ به مردم بگوید. احتمالاً هرنی که کاخ سفید را در مقابل دست سرنوشت ناتوان یافته بود حاضر نشده بود در برابر دوربین های تلویزیونی قرار بگیرد. من موضوع با دقت سبک سنگین کردم. در مخفی نگه داشتن این اطلاعات تعمدی وجود داشته. به هر حال واقعیت واقعیته. نمیخوام رو فکر و نظر شماها تأثیر بذارم. به همین دلیل این اطلاعات بهتون میدم و قضاوت به خودتون میسپارم. سکستون از دور صدای بالهای هلیکوپتری را شنید. لحظه فکر کرد شاید رئیس جمهور باشد که از کاخ سفید خود را به آنجا رسانده تا جلوی کنفرانس را بگیرد. هلیکوپتر در جانب راست ساختمان فرود آمد. سکستون با کمال تعجب متوجه شد که آن هلیکوپتر هلیکوپتر ریاست جمهوری نیست. بر بدنه ی هلیکوپتر این نوشته جلب نظر می کرد. گارد ساحلی ایالات متحده امریکا در هلیکوپتر باز شد و زنی از آن پایین پرید. لباس ویژه گارد ساحلی به تن داشت و از چهرهش پیدا بود که حوادث سختی را از سر گذرانده است. ابتدا او را نشناخت. راشل؟ اون اینجا چی کار میکنه؟ زمزمه ای در سالن برخواست راشل لبخند بر لب در برابر خبرنگاران ایستاد و دستش را بلند کرد تا توجهشان را جلب کند. منو ببخشین. چند دقیقه دیگه برمیگردم پیشتون. سکستون که دید راشل شتابان به سمت او میرود، فهمید دخترش ترجیح می دهد ملاقات آن دو خصوصی باشد. او لبخند زنان به دخترش سلام کرد و از میکروفون فاصله گرفت. به طرف او رفت و پشت جایگاه سخنرانی به دور از دوربین ها منتظر او ایستاد. آغوش را به روی دخترش گشود. نزدیکش که رفت، ناگهان راشل سیلی محکمی بر گوشش نواخت. پشت جایگاه سخنرانی راشل با نگاهی تنفرآمیز به پدرش خیره شد. سیلی محکمی به او زده بود اما سکستون حتی پل کم نزد. لبخند تصنعی او بلا فاصله جای خود را به نگاهی تهدیدآمیز داد. با صدایی که به اندازه پچپچه ای آرام بود به راشل گفت تو نباید می اومدی اینجا. راشل خشم را در چشمان او خواند. اما برای نخستین بار در زندگیش از اون نترسید. من از تو کمک خواستم ولی تو منو فروختی. چیزی نمونده بود منو بکشن. ولی اینطور که معلومه حالت خیلی خوبه. ناسا بی گناهه. اینو رئیس جمهور بهت گفت. حالا میخوای چیکار کنی؟ راشل در طول مسیر کوتاهش به واشنگتن با کاخ سفید، با پدرش و در نهایت با گابریل اشی صحبت کرده بود. تو به زاکرنی قول دادی بری کاخ سفید کاری که داری میکنی دیوونگیه واقعا سناتور به پاکت های سفید روی میز سخنرانی اشاره کرد اطلاعاتی که تو به من دادی تو این پاکت هاست این خود تو بودی که تیر خلاصه به رئیس جمهور زدی من چون به کمکت احتیاج داشتم و نمیدونستم رئیس جمهور و ناسا بیگناهن این اطلاعات واسط فرستادم. با توجه به این مدارک ناسا حتما گناهکاره ولی ناسا متوجه اشتباهاتش شده ظاهرا تو انتخابات و بردی و زاکرنی شکست خورده پس دست کم اون یه ذره شخصیتی که برات مونده رو حفظ کن تو خیلی ساده ای مسئله برنده شدن در انتخابات نیست پای قدرت وسطه پای پیروزی قطعی بر همه ی حریف ها و به دست آوردن قدرت در تمام عرصه ها و تسلط بر تمام حزب های واشنگتن وسطه خب به چه قیمتی؟ ادای روشن فکر رو در نیار من این مدارک رو به مردم میدم قضاوت رو به خودشون واگذار میکنم اونا خودشون تشخیص میدن کی بیگناهه هم؟ شاید ناسا به آخر خط رسیده صدای خبرنگارانی را شنید که بی منتظر او بودند. خیلی خب بس دیگه خبرنگارا منتظرن. باید برم کنفرانس را ادامه بدم. من به عنوان تنها دخترت ازت میخوام این کارو نکنی بیشتر فکر کن شاید راه بهتری هم باشه برای من راه بهتری وجود نداره سکستون صدایی را پشت سرش شنید و برگشت زن خبرنگاری را دید که میکوشید میکروفونی را توسط بوم صدا بالای سر آن دو ببرد خبرنگار هل شد و پاکت ها را روی زمین ریخت. سناتور به دخترش که برنامه او را به هم زده بود ناسزا گفت و به طرف سکو رفت. وقتی به سکو رسید، زن بر زمین زانو زد و پاکت ها را جمع کرد. سکستون چهره زن را ندید، اما گمان کرد که خبرنگار تلویزیون باشد. پالتوی بلند و عرقچینی موهر با آرم مخصوص شبکه ABC به تن داشت. سناتور دستش را دراز کرد. ممنون، اونا را بده به من. زن آخرین پاکت ها را جمع کرد و بیان که سر بلند کند، آنها را به سناتور داد. با نگاهی پوزش خواهانه گفت، ببخشید. سپس ناراحت و خجالت زده به جمع خبرنگاران دیگر پیوست. سکستون فوراً پاکت ها را شمرد. ده تا خیلی خوب. هیچ کس نمی توانست جشن او را به هم بزند. پشت میکروفون رفت و لبخند زنان به هزار گفت بهتر قبل از اینکه کسی مزاحممون بشه این کنفرانس رو تموم کنیم. سناتور حضور نزدیک دخترش را پشت سرش احساس کرد. این کارو نکن. پشیمون میشی. سکستون اعتنایی به او نکرد. ازت خواهش میکنم به من اعتماد کن داری اشتباه میکنی. سکستون پاکت ها را روی هم قرار داد. پدر پدر این آخرین فرصت تو تا بالاخره یه کار درست انجام بدی یه کار درست؟ سکستون میکروفون را با دست پوشاند و سرش را برگرداند. گویی چیزی در گلویش گیر کرده بود تو هم این مادرتی، ایدئالیست و سطی نگر زنا هیچ وقت حقیقت واقعی قدرت و درک نمی سکستون دستش را بالا گرفت و پاکت ها را به خبرنگاران داد. پاکتها دست همه گشتند. مهر پاکت ها را شکستند و ناگهان سکوت حکم فرما شد. سناتور میدانست دقایقی طول می کشد تا خبرنگاران آنچه را در برابرشان بود درک کنند. شهاب تقلبیه. من اینو کشف کردم. خبرنگاری متعجب سرش را رو از روی اوراق بلند کرد و گفت آقای سناتور اینا واقعی بله متاسفانه واقعی هن. چند دقیقه بهتون وقت میدم تا خوب مدارک و مطالعه کنین بعد اگه سوالی داشتین بهتون جواب میدم سناتور این تصویر ها منتاج نیستن؟ صد در صد واقعی وگرنه من اونا رو بهتون نمیدادم بحت و حیرت حضار رفته رفته افزایش یافت و صدای خنده هایی به گوش سناتور رسید. خبرنگاری با لحنی تنظامیز پرسید سناتور شما رسما صحت این اکسا رو تایید میکنین؟ دوستان من برای آخرین بار تکرار میکنم تصاویری که توی دست شماست صد درصد واقعیان اگه عکس این ثابت بشه حاضرم کلا همو بخورم سناتور انتظار داشت حزار بخندند اما با سکوت مطلق آنها مواجه شد. خبرنگاری که آخرین بار از سکستون سوال پرسیده بود، نزدیک آمد و گفت حق با شماست، این مدارک درستند ولی من نمیفهمم که چرا اسنادی رو بین ما تقسیم کردین و اصرار داریم باورشون کنیم که قبلا با قاطعیت انکارشون می سناتور نمیدانست او از چه حرف میزند. خبرنگار پیش رفت و عکس را به او داد. سناتور به عکس ها نگاه کرد و ناگهان قالب توهی کرد و ساکت ماند. او به عکس های خیره شد که هرگز ندیده بود. عکس ها سیاه و سفید بودند. عکس زن و مردی برهنه. لحظه ای ناگهان همه چیز از خاطرش محو شد. از فرط خشم و ناراحتی تقیانی در معدهش به راه افتاد. خشمگین سرش را بلند کرد و به هزار خیره شد. اغلبشان میخندیدند و برای نقل ماجرا به این آن تلفن میکردند. سکستون دستی را بر شانهش احساس کرد. مپوت برگشت. راشل بود. ما میخواستیم مانعت بشیم. ما بهت فرصت دادیم ولی خودت نخواستی. کنارش زن دیگری بود. سکستون لرزان به آن زن نگاه کرد. همان خبرنگاری بود که پاکت ها را انداخت. با دیدن چهره او خون در رکهایش از حرکت باز نگاه گابریل تا عمق وجودش را سوخ کرد. سپس پالتویش را کنار زد تا پاکت های سفید زیر بغلش را به او نشان دهد. 131. دفتر رئیس جمهور تاریک بود و تنها نور اتاق روشنایی کم فروق چراغ مطالعه روی میز بود. مقابل هرنی گابریل اشی نشسته بود. شنیدم میخوای از اینجا بری. گابریل با تکان سر حرف او را تایید کرد. او ترجیح میداد در آن شرایط سخت و ناگوار حتی برای مدتی کوتاه از آن شهر دور بماند. رئیس جمهور سخاوتمندانه و بدون حضور جراید او را در کاخ سفید پذیرفته بود. میل خودت گابریل همین فرد و صبح حرفش را قطع کرد. گویی کلامی نمی یافت. چشمانش زلال و شفاف بود. درست برخلاف چشمان گود و مرموز سناتور سکستون. گابریل در چشمان او مهربانی، صداقت و اصالتی را دید که هرگز از یاد نبرد. بهتر از اینجا بریم. به هر حال به خاطر همه چی ازت ممنونم. برخواست و او را تا راه رو همراهی کرد. دلم میخواست اینجا میموندی تا تو قسمت برنامه ریزی و بودجه مشغول به کار شدی. آقای رئیس جمهور، هر دوی ما میدونیم که من شرایط سختی دارم. کاری به چند ماه پیش نداشته باش. همه اتفاقات گذشته به مرور زمان فراموش میشه. گابریل میدانست حق با اوست. اکنون که در میت رئیس جمهور به آستانه در سالن کنفرانس می رسید، صدای ی هم جمعیت منتظر را شنید. برای دومین بار در 24 ساعت اخیر تمام دنیا جمع شده بودند تا به پیام رئیس جمهور گوش جان سپارند. می چی بگین؟ با گذشت این همه سال یاد گرفتم که گفتن حقیقت همیشه بهترین کاره. رئیس جمهور که با گامهای بلند به سمت سکوی سخنرانی میرفت گابریل خود را غرق در افتخار و شادی یافت 132 راشل که از خواب بیدار شد اتاق تاریک بود ساعت ده و پانزده دقیقه شب بود و او در رخت خواب خودش نبود دقایقی بی حرکت ماند من کجا؟ سپس به تدریج همه چیز را به خاطر آورد رئیس جمهور از او دعوت کرده بود تا در کاخ سفید بماند حالا یادم اومد. من تو کاخ سفیدم. تمام روزم اینجا خوابیدم. به دستور رئیس جمهور، هلیکوپتر گارد ساحلی، تولاند، راشل و کرکی را به کاخ سفید آورده بود. آنها در کمال آرامش صبحانه خورده و فارغ از مزاحمت رسانه های گروهی از میان چهارده اتاق مهمان به خواست خود اتاقی را انتخاب و تمام روز استراحت کرده بودند. راشل باورش نمیشد که از صبح تا کنون خوابیده است. تلویزیون را روشن کرد و با تعجب دید که کنفرانس رئیس جمهور تمام شده است. راشل و سایرین از رئیس جمهور خواسته بودند که هنگام اعلام حقیقت به مردم دنیا در کنارش باشند. به هر حال همه ما در این اشتباه سهیم بودیم. اما هرنی اصرار داشت بار این اشتباه را به تنهایی به دوش بکشد. ضربه ای که به در اتاقش خورد او را از جا پراند. راشل تلویزیون را خاموش کرد حتما مایکه بعد از صرف صبحانه او را ندیده بود راشل که به طرف در رفت در آینه نگاهی به خود انداخت لباس مناسبی به تن نداشت کشوی لباسها را کاوید و تنها لباس ورزشی بلندی را یافت که همچون لباس خواب تا سر زانویش می رسید در را باز کرد و در کمال ناباوری نگهبان ساختمان را دید. زنی خوش سیما بود و کتی آبی به تن داشت. خانم سکستون، آقایی که تو اتاق لینکلن هستن، گویا صدای تلویزیون شما را شنیدن و منو فرستادم تا بهتون بگم که ایشونم بیدارن. زن مکسی کرد و چینی به ابرویش انداخت. راشل سرخ شد و لرزش خفیفی بر اندامش کرد. ممنون. زن راشل را تا آستانه ی اتاق لینکلن همراهی کرد. اینجا اتاق لینکولنه. من همیشه وقتی به در این اتاق میرسم به مهمون توصیه میکنم که خوب استراحت کنه و مراقب ارواح این اتاق باشه. قصه ارواح این اتاق قدمتی دیرینه داشت. میگفتند بسیاری از مهمانان و خدمه ی کاخ بارها روح لینکلن را در این اتاق دیدند. مطمئنین میخوایم برین تو؟ قانون این طبقه اینه که هیچی نپرس و حرفی هم نزن. ممنونم. راشل زربه به در کوفت و بار دیگر لرزش خفیفی بر تنش احساس کرد. راشل! راشل و زن معمور هر دو برگشتند. کرکی به طرفشان آمد. منم نتونستم بخوابم. راشل که قرار رویایش را نقش بر آب یافت آهی کشید. مایک بیدار شده؟ داشتی می رفتی پیش اون؟ راشل من من کرد. معمور کاغذی را از جیب کتش بیرون آورد. دکتر مارلینسون، طبق این دستورات من از طرف آقای تولاند معمورم که شما را ببرم آشپز و از آشپز بخوام غذای مورد علاقتون رو درست کنه و داستان نجاتتون از شر این کوسمایی های چکوشی برامون تعریف کنین. این کلمات معجزه کردند. آره آره بریم آشپزخونه تا همه چی براتون تعریف کنم. راشل که وارد اتاق لینکلن شد، آنجا تاریک و تخت خواب خالی بود. اثری از تولاند نبود. چراغ نفتی قدیمی کنار تخت میسوخت و در زیر نور ملایم آن راشل به زحمت توانست فرش بروکسل کف اتاق، تخت چوبی معروف لینکلن و عکس مریتد همسر آبراهام لینکلن را ببیند. در را که پشت سرش بست، باد سرد و خونکی به صورتش وزیدن گرفت. باد از کجا میاد؟ پنجره دیوار روبرو رو باز بود و پرده سفید توری آن موج میخورد. جلو رفت پنجره را ببندد که از کمد دیواری صدایی آمد. ماری؟ راشل از جا پرید. ماری؟ تو ماری تد هستی؟ راشل شتاب زده پنجره را بست و به طرف کمد رفت. قلبش به شدت میتپید مایک میدونم تو اونجایی نه من مایک نیستم من آبراهامم راشل دست به کمر ایستاد واقعا تو همون آبراهام راستگو هستی؟ صدای خنده این خودی از کمد برخواست بله راشل هم خندید باید از من بترسی باید از من خیلی بترسی من ازت نمی ترسم. خواهش می کنم از من بترس. من یه روحم. <تصفح> میخوای منو گول بزنی؟ سپس در کمد را باز کرد و تولاند را با لبخند شریرانه کج و موجی در برابر خود یافت. او پیژامه آبی تیره به تن داشت. راشل که آرم روی سینه پیژامه را دید، متعجب ماند. این مال رئیس جمهوره؟ توی کشو بود. اون وقت توی کشوی اتاق من باید این لباس ورزشی بیریخت باشه؟ میخواستی اتاق لینکلن رو انتخاب کنی؟ تو باید این اتاق میدادی به من. به من گفته بودن تشکش خوشخواب نیست. عتیق است. سپس بسته ای را که کارت پستالی روی آن چسبیده بود به او داد. این هدیه منه به تو. برای منه؟ از یکی از کارکنان رئیس جمهور خواستم بره بیرون اونو بخره. فقط سر و تهش نکن. راشل با کمال دقت بسته را باز کرد. تنگ کریستالی بزرگی بود که دو ماهی قرمز زشت در آن شنا می کردند. داری با من شوخی می کنی مگه نه؟ بهشون میگن هلوستوماتمینچی تمینچی. تو برای من ماهی خریدی؟ اینا کمیابترین ماهی های خیلی احساساتی هن. اصلا هم احساساتی نیستن. چرا چرا بهشون نگاه کن؟ ای hey, همدیگه رو میبوسن بازم میخوای منو گول بزنی؟ نه اشتباه میکنی خب حالا به بگو چطوری خوشحالت کنم من از ماهی خوشم نمیاد میتونی گل امتحان کنی تولاند دست گل سوسن سفیدی را از پشت سرش بیرون آورد خیلی دنبال گل روز گشتم ولی توی باغ کاخ فقط سوسن بود مؤخره هواپیمای باری ناسا بر فراز آتلانتیک پرواز کرد داخل هواپیما لارنس اکستروم برای آخرین بار به تخت سنگ قول پیکر نگریست وقتش برگردی به جایی که بهش تعلق داری به دریا به دستور اکستروم خلبان در هواپیما را باز کرد و آن را پرتاب کرد پایین. همه به سنگی که در فضای خالی زیر هواپیما معلق بود نگاه کردند. سنگ قولپیکر با سرعت هرچه تمام تر پایین رفت و به دریا رسید و بلا فاصله اقیانوس غیرگون آن را بلید. سنگ به قعر دریا شتافت و ظرف دوازده دقیقه به عمق آبها پیوست. وقتی به کف شنی اقیانوس رسید، خرد شد و قباری از خاک و لجن را به هوا فرستاد. قبار گلندود که تهنشین شد، یکی از هزاران گونه ناشناخته دریایی نزدیک آمد تا تازه وارد عجیب را برانداز کند. سپس با نهایت بیعتنائی دور شد. گوینده تایماز رزوانی مدیر پروژه صدا بردار میکس و تدوین گلسانا احمدی سرپرست تولید مسترینگ و انتخاب موسیقی سپهر سرمدی